بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه دوم درس طراحی لرزه‌ای سازه‌ها که در این جلسه مقدمه بر ارسکوک انجینیرینگ یعنی مهندسی زلزله خواهیم پرداخت. خب اول اینکه دوستان عزیز بایستی بدونید که ماهیت زمین لرزه، اون چیزی که ما احساس خواهیم کرد، یک موج هستش. ما انواع موج ها رو داریم بچه ها، به صورت کلی ما به صورت کلی دو نوع موج داریم، امواج الکترومغناطیس رو داریم و امواج مکانیکال رو داریم، امواج مکانیکی رو داریم. امواج مکانیکی برای انتشارشون نیاز به محیط دارن، ولی امواج الکترومغناطیسی که همون نور هست، کلن خود نور بچه ها یک موج الکترومغناطیسه، نور یه موج الکترومغناطیس، امواج رادیو امواج الکترومغناطیسی هستن. عرضم به حضورتون خود لیزر یک نوع موج الکترومغناطیس هستش، نور فراسرخ، نور چه میدونم فرابنفش، اینا همشون ماهیتشون ماهیت نور دارن. ولی خب وقتی که میگن موج الکترومغناطیس، خب اون یه بحثای فیزیکی هستش. وقتی کلمه نور به کار میبرن، جنبه های کوانتومی مد نظر است، ولی وقتی که حالا اسم موج به کار میبرن، ماهیت موجی، اون کوانتومی که گفتم یعنی ماهیت ذره‌ای بودن نور مد نظر است وقتی که از کلمه نور به کار میبرن. وقتی که کلمه موج به کار میبرن، ماهیت موجی نور مد نظر است، که حالا اینو داخل پرانتز گفتم. پس می‌بینید امواج لرزی خودشون یک نوع موج هستن و موج مکانیکی هستن، یعنی نیاز به محیط دارن که پخش بشه. محیط مدیومی که داخل اون پخش میشه خود پوسته زمین هستش. به این صورت هستش ماهیت زلزله که در یک نقطه در امواج زمین که بهش کانون زلزله میگن، فوکاس یا کانون زلزله میگن، زلزله اتفاق خواهد افتاد که در اون دو تا صفحه بزرگ زمین در یک محلی که بهش میگن گسل، این صفحه ای هستش که به اسم surface trace این در واقع اون مسیر ردی است که روی زمین افتاده بهش میگن trace، خود این بهش میگن plane of earthquake fault. کلمه fault به معنای گسل هستش. در یک صفحه به این صورت که در واقع قسمتی از شکستگی پوسته زمین هست، این در دل زمین یک در واقع انرژی آزاد میشه، این در واقع به صورت یک موجی آزاد میشه. این موج که میاد رو سطح زمین، عین یک سنگی که میندازی تو آب که امواج به این صورت پخش میشه، زلزله در روی پوسته زمین هم به صورت امواج سطحی به این صورت در این نقطه که بهش میگن اپیسنتر یا مرکز زلزله پخش میشه. خب پس زلزله به صورت یک موج در عمق هست، میاد در روی سطح زمین، تبدیل به موج سطحی میشه. پس دو تا ماهیت داره، یکی ماهیت امواج حجمی رو داره داخل دل زمین که میاد سطح زمین، تبدیل به امواج سطحی میشه، که حالا این انواع امواج رو جلوتر خدمتون خواهیم گفت. خب زلزله مشخصاتی که داره، اولا عرض کردم خدمتتون که دو تا سطح، ما دو تا صفحه داریم، یک صفحه در واقع اینوری سمت چپ و یک صفحه سمت راست اگر داشته باشیم، این محل شکستگی زمین رو بهش میگیم فاولت یا گسل هستش. این گسل در محل سطح زمین که بهش میگن رد گسل، حالا میبینیم معمولا با شکستگی در سطح زمین روبرو هست. خب به فاصله اپیسنتر یا مرکز تا فوکاس که کانون زلزله باشه بهش میگن عمق زلزله. این پارامتر عمق زلزله یک پارامتر خیلی مهم هستش. خب محلی که ساختمان ما وجود داره رو بهش میگن سایت. مثلا اینجا فرض کنید در یک جایی خارج از یک شهری زلزله اتفاق افتاده، محل مرکز فرض کن خود اون شهر در یک فاصله مثلا 20 کیلومتری وجود داره، این فاصله ای که از اپیسنتر وجود داره رو بهش میگن فاصله از زلزله. این فاصله، این فاصله افقی هستش که از اپیسنتر در واقع نسبت به اپیسنتر سنجیده میشه.
پس ببینید این فاصله است، ما یک فاصله افقی داریم، این فاصله فاصلهش تا اپیسنتر هستش، خود اپیسنتر یک عمقی داره تا میرسه به کانون زلزله. هرچی این فاصله و عمق زیادتر باشه، مقدار لرزشی که در محل سایت احساس میکنیم بیشتر خواهد بود. ببینید ما معمولا حالا اون چیزی که حالا گزارشات مثلا مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران رو ببینید بچه ها، معمولا وقتی که زلزله اولی که میاد میگه عمق 10 کیلومتر، وقتی که میگه عمق 10 کیلومتر معمولا این یه قرارداد هست. وقتی که فعلا محل زلزله رو شناسایی نکردن، به صورت پیشفرض تو ایران میگن که عمقش 10 کیلومتره، ولی بعدا گزارش ها که تصحیح میشه مثلا میگن عمقش 13 کیلومتر بود، 15 کیلومتر، 20 تا 7 تا، به هر حال تغییر میکنه. هرچی عمق بیشتر باشه یعنی زلزله بیشتر در دل زمین بوده و این انرژی که آزاد شده در یک در واقع قسمت بزرگتری پخش شده و حالا تا اینکه تا محل سایت بیاد این خب در واقع انرژی مستهلک میشه. خب مشخصه ما تا حد ممکن نباید ساختمان رو روی این گسل، روی گسل، وقتی که میگن روی گسل منظور تریس گسله، تریس گسل یعنی همون محل شکستگی گسل در روی سطح زمین، در روی تریس گسل که حالا رنگش رو زرد میکنم الان که ببینید، ما در محل تریس گسل اثر رد گسل که بر روی زمین هست تا حد ممکن نباید ساختمون بسازیم. این کار بسیار خطرناک هستش و حالا دیگه ممنوع شده، هرچند که حالا ما در کشور خودمون کلی ساختمان داریم که قشنگ و روی همین تریس گستر ساخته شده. خب این تریس گستر ممکنه یه دفعه 2-3 متر همین دهان باز کنه، در یه زلزله شدیدی ممکنه چند متر این باز بشه. خب این دیگه ساختمان روی این باشه دیگه حتی بحث طراحی لرزی اینها مطرح نیست. دو تا ستونش رو در نظر بگیرید، این یکیش یه ورش در واقع 2 متر حرکت کنه، خب این دیگه از ساختمون چیزی باقی نمیمونه. بنابراین ساخت و ساز بر روی تریس گسل که میگن، روی گسل که میگن معنیش به معنی تریس گسل، اثر گسل، وگرنه خود گسل این صفحه است که عمق پیدا میکنه تا دل زمین. حالا ممکنه شکلش هم حالا یک پلین منظم نباشه، حالا واسه سادگی ما بگیم فولت پلین، یک پلین رو به صورت منظم به این صورت در نظر بگیریم. خب در هر صورت مشخصات کلی زلزله‌ای که داریم، یک زلزله یک گسل داره، یک صفحه گسل داره، یک کانون داره، یک مرکز داره، یک عمق داره، یک فاصله داره، همه اینها تأثیر دارن که ببینیم چقدر زلزله در محل این سایت اینجا چقدر دچار لرزش میشه. هرچی دورتر باشه لرزش کمتره معمولا، هرچی نزدیکتر باشه این اثرات زلزله بیشتر، لرزه بیشتر هستش. نکته ای که هست اینه که ما در زلزله های نزدیک گسل معمولا این ارتعاشات قائم هم داریم، یعنی به صورت بالا پایین هم ارتعاش داریم و هم به صورت افقی، یعنی هم به صورت در واقع چپ راست جلو عقب هم داریم. به جز چپ راست جلو عقب یعنی حرکت در روی سطح زمین در جهت X و در جهت X و در جهت Y، در جهت Z در نزدیک زلزله در نزدیک گسل هم ما در واقع تغییر شکل خواهیم داشت. این فرض کنید این صفحه X باشه، این عذر میخوام این محور X باشه، این محور Y باشه و این محور Z باشه، محور Z باشه به این صورت. در نزدیک گسل ما در واقع ارتعاشات در راستای زد یعنی مؤلفه قائم زلزله هم معمولا داریم، و در محل های دور از گسل معمولا این مؤلفه زد خیلی در واقع کم میشه، کمتر میشه و تغییر شکل ها در جهت ایکس و وای یعنی مؤلفه های افقی، به این دوتا مؤلفه زلزله مؤلفه های افقی میگن. این مؤلفه به افقی خسارت عمده زلزله ناشی از این مؤلفه افقی زلزله، یعنی در جهت X و Y زمین رو، ساختمون رو به صورت افقی دچار ارتعاش میکنه. خب از لحاظ عمق زلزله بچه ها، زلزله ها به 3 دسته تقسیم بندی میشن.
زلزله های در واقع زلزله های با عمق کم یا زلزله های شلور میگن، زلزله های با عمق متوسط و زلزله های عمیق. زلزله های عمیق دیپ رو داریم. خب زلزله های شلور رو آره این یه دستبندی هستش که زیر 70 تا، حالا طبق تقسیم بندی های دیگه ای مثلا زلزله های نزدیک سطح زمین رو اصلا زیر 25 کیلومتر یا زیر حتی کمتر، زیر 10 12 کیلومتر رو عمق زلزله با عمق کم میگن. ولی خب این دستبندی هستش که به صورت کلی پذیرفته شده است. ما در ایران تقریبا تمام زلزله هامون رو میتونیم بگیم شلو هستن، تقریبا تمامشون. ممکنه خیلی کم زلزله متوسط با عمق متوسط داشته باشیم. ولی تو ایران عموما زلزله هامون چی هستن بچه؟ زلزله های سطحی هستن، اصطلاحا زلزله های سطحی، زلزله با عمق کم. کلا ایران زلزله هاشون زلزله عمیق نیست، زلزله متوسط هم نیست، حتی زلزله اکثرا عمدتا زلزله سطحی هستن. خب زلزله متوسط عمقشون بین 70 تا 300 و زلزله خیلی عمیق بیشتر از 300 تاست که اینها دیگه اصلا تو ایران همچین زلزله معمولا نداریم. که این بد اتفاقا بچه ها، چون وقتی که زلزله نزدیک باشه، نزدیک سطح زمین باشه، قدرت تخریب اون در سطح زمین بیشتر خواهد بود. ولی خب یه نکته دیگه هم داره، وقتی که نزدیک باشه محدوده کوچیکی رو میلرزونه. مثلا بچه ها زلزله که در کرمانشاه اتفاق افتاد، این زلزله بود فکر کنم در عمق، دقیقا یادم نیست، ولی عمقش بیشتر از زلزله بم بود. به همین خاطر این زلزله که حالا یک زلزله 7 و چند دهم ریشتری بود، این قسمت های نصف ایران رو لرزوند، قسمت های از عراق رو لرزوند، دو کشور رو لرزوند. چرا؟ چون عمقش زیاد بود، زلزله هم قوی بود. خب این باعث شد که تا حد زیادی این زلزله مستهلک بشه. با اینکه قوی تر از زلزله بم بود، ولی خسارات اون کمتر از زلزله، این خسارات و همه چیز کم، خیلی کمتر از بم بود. که البته یکی از دلایلش هم این بود که واقعا ساخت و سازهای ما نسبت به سال 84 که در واقع زلزله بم رو داشتیم، سال 98 که زلزله بم اتفاق افتاد، یا 96 بود اشتباه نکنم، زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، واقعا ساختمان ها عملکرد بهتری داشتن در این سال. و هم نتیجه کار مهندسی بود و هم این که به هر حال ماهیت زلزله متفاوت بود. زلزله بم یک زلزله نزدیک، یعنی خود شهر بچه ها گسل دقیق زیر شهر بم بود، یعنی کاملا شهر بم روی گسل بود. و این گسل رو هم متاسفانه اطلاع نداشتیم که این گسلی رو، یک گسلی دقیقا در زیر شهر بم وجود داره. و این گسل هم در طی هزاران سال در واقع لرزه خیزی نداشته بوده و یه دفعه بود که این، به هر حال اتفاقی بود که افتاد. و بعد از زلزله تازه یه سری تیم های از حالا دانشگاه مختلف، یه تیم از ایتالیا، یه تیم از چند تیم های مختلفی از ایران اومدن و محل گسل رو شناسایی و مشخص کردن. خب بنابراین بچه ها دیدیم که زلزله ما به صورت زلزله های در کشور ما، زلزله‌هامون به صورت زلزله سطحی هستن. خب در واقع منشأ زلزله ببینیم چی هستش بچه‌ها. منشأ زلزله رو حالا جلوتر بهتون میگیم، یک نظریه تکتونیک هستش که این نظریه تکتونیک میگه که حالا منشأ زلزله به علت اینه که پوسته‌های زمین بر روی یک در واقع دریایی از ماگما، یعنی مواد مذاب قرار داره و به صورت دینامیکی حرکت میکنن و این پوسته زمین در واقع حرکت میکنه. حالا اینو جلوتر میگیم، ولی در واقع نظریه اصلی که میگه علت زلزله چی هستش، در واقع الاستیک ریباوند تئوری هستش، تئوری بازگشت الاستیک. تئوری بازگشت الاستیک رو به عنوان منشأ زلزله در نظر میگیرن. میگن که فرض کنید این یک تریس در واقع گسل باشه، این خط قرمزی که اینجاست یک تریس گسل، یعنی داخل دل زمین اینجا مثلا دو تا صفحه است، این در به علت حرکت پوسته زمین این دو تا حرکتشون متفاوت هستش. فرض کنید این
میخواد در واقع به سمت در واقع سمت راست حرکت کنه، این به سمت چپ حرکت کنه. این آرام آرام در طی سالها این ذره ذره میلیمتر 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 این حرکت میکنه، از این ور داره میکشه این ور، این ور هم داره میکشه این ور، حالا به سمت چپ و راست. این رو بهش میگن گسل برشی. حالا انواع گسل ها رو داریم که باز در ادامه میگیم، ولی حالا به صورت ساده من این رو به صورت چپ راست در نظر گرفتم. این داره به سمت چپی کشون به سمت راست داره فشار میده فشار میده فشار میده تا لحظه، در یک لحظه این پوسته در اینجا دچار شکستگی میشه و زلزله اتفاق میفته. و این دیگه ببینید عین یک فنریه، این به سمت چپ میکشه اون سمت راست رو، در یک لحظه اینجا دیگه دچار گسیختگی میشه. اینجا که دچار گسیختگی شد، اینجا که دچار گسیختگی شد، این میره این ور، اینم میاره این ور، زلزله اتفاق میفته. در محل گسل تغییر شکل‌هایی داریم، تغییر شکل‌های ما حالا یا به سمت چپ راسته، یا باز شدگی در محل گسل، یا فرو رفتگی هستش. انواع ما گسل رو در محل رد گسل در سطح زمین داریم، زلزله اتفاق میفته و بعد از زلزله میبینیم که یک همچین شکلی اتفاق میفته، یه حرکت زمینی هستش که انرژی اون آزاد شده و این محل در واقع شکل جاده است بعد از زلزله. این رو بهش میگن تئوری بازگشت الاستیک، که میگه این نیروی یک نیروی الاستیک هستش که به علت حرکت پوسته زمین انرژی در واقع ذخیره میشه و در یک جایی که پوسته زمین تحمل این انرژی رو نداره این شکسته میشه و این انرژی آزاد میشه. آزاد شدن انرژی در این حالت رو بهش میگن زلزله. این پس دلیل زلزله است و ماهیت زلزله است به این صورت. خب گسل ها عرضم به حضورتون، خب این فالت کرب هستش، این از شکلای خود کرب هستش، خود فالت کرب هستش که بعد از زلزله ملاحظه میفرمایید. ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده به سمت چپ به سمت راست و هم باز شدگی اتفاق افتاده در این گسل. اینجا هم یک مثال دیگه از گسل هستش که این در واقع یکی از گسل‌ها، در واقع ببینید این یکیشون میداره فشار میاره رفته تو دل یکی دیگه. این انواع گسل هاست که حالا من در اسلاید بعدی انواع گسل ها رو با توجه به این که این دو تا صفحه، ببینید یه صفحه این وره یه صفحه اون وره، این صفحات نسبت به همدیگه حرکت خواهند کرد. به علت حرکتی که اینها دارن ما انواع گسل ها رو داریم. ببینید ما سه نوع گسل داریم، گسل نرمال رو داریم که این گسل نرمال از همدیگه دور میشن، یعنی تنشی که داخل دل اینهاست تنش کششی هستش، تنجن فورس ها رو داریم. این دو تا صفحه‌ای که داریم یکی در واقع میره داخل، یکی در واقع از همدیگه دور میشن. مثلا الان شکلی که دیدیم اینایی که در واقع به صورت زاویه به این صورت هستش، زاویه سطح زمین یک زاویه شکسته است، این گسل نرماله. مثلا الان این شکلی که میبینید یک گسل نرمال هستش، گسل نرمال پس سطح کششی هستش. گسل ما گسل ریورس رو داریم، گسل معکوس رو داریم. پس یک گسل نرمال داریم، یک گسل ریورس برعکس داریم که نیرو فشاری هستش. این گسل ریورس چون معمولا زلزله های با انرژی بالاتری آزاد میکنه وقتی که فشار میاد تا حالتی که نسبت به که کشش داریم، یعنی این زلزله های قوی تری رو ایجاد میکنه. متاسفانه تو کشور ما سازوکار بیشتر زلزله هامون از نوع ریورس هستش، یعنی ما یا فشاری هستش و یا اینکه به صورت چپ و راستی هستش که بهش میگن استریگ سلیپ فالت، یا گسل های حالا برشی که نیروهاش از نوع برشی هستش. تو کشور ما گسل ها عموما سازوکار مکانیزمی که دارن به صورت فشاری هستش یا به صورت برشی هستش. خب اینجا عرضم به حضورتون
هر سه نوع رو در واقع نشون دادیم، هر سه نوع رو نشون دادیم. این یکی ببینید، این یکی زاویه یه حاده داره، یعنی این زمین اینجا زاویه یه حاده تشکیل شده، اینجا زاویه منفرجه، زاویه بزرگتر از 90 ایجاد میشه. این حالت رو بهش میگن در واقع این گسل نرمال هستش. ولی این یکی که فشاری میره تو دلش، این گسل ریورس هستش، اینی که به سمت چپ و راست میره رو بهش میگن گسل های برشی. این گسل برشی اگر خودت روی سطح زمین قرار بگیری، روی سطح زمین قرار بگیری اینو نگاه کنی، این به سمت چپ حرکت کرده، یا مثلا این ورم وایسی نگاه کنی نسبت به شما، این نسبت به در واقع شما سمت چپ حرکت کنه. چه این ور وایسی، این رو میبینید که سمت چپ حرکت کرده، اگه این ور وایسی این سمت چپ حرکت کرده، اینو بهش میگن گسل برشی چپگرد. ما هم گسل برشی چپگرد رو داریم، هم گسل برشی راستگرد رو داریم. پس گسل های برشی هم دو نوع چپ و راست تقسیم بندی خواهند شد. خب در اینجا ما یک گسل ریورس رو میبینید، اینجا یه ریورس فولت. میبینید ریورس فولت یک زاویه کمتر از 90 درجه ایجاد شده. این یک گسل نرمال هستش، زاویه در واقع منفرجه روی نسبت به سطح زمین ایجاد شده، چون اینا دارن از هم دور میشن، این داره از هم دور میشه، این صفحه داره میره تو دل، این فشار داره میده، این داره فشار میده. این گسل ریورس فولت، ریورس فولت تو ژاپن هستش، این نورمال فولت هستش تو نوادا هستش، سر نوادا هستش. این هم یک استریک سلیوس فولت هستش که در کالیفرنیا هستش، که اگر شما روی زمین قرار بگیرید این به سمت راست حرکت کرده، این رو بهش میگن گسل برشی راستگرد. حالا هم چپگرد رو داره، اگه این رفته بود به این ور بهش میگفتیم چپگرد، الان این گسل برشی راستگرد هستش. هر گسلی بچه ها یک سری مشخصاتی داره. اولا این زاویه‌ای که داره بهش میگن زاویه گسل، این خطی که روی زمین هستش بهش میگن خط گسل، و این پارامترهایی که داریم در واقع پارامترهای مربوط به گسل هستش. حالا بیشتر از این رو خیلی توضیح نخواهیم داد. خب بریم سراغ نظریه پلیت تکتونیکی که گفتم این منشأ اصلی در واقع وقوع زلزله، این نظریه پلیت تکتونیک هستش، یعنی نظریه تکتونیک صفحه‌ای هستش که بیان میکنه که کل کره زمین، پوسته کره زمین از چندین صفحه بزرگ تشکیل شده که این صفحات در واقع نسبت به همدیگه در حال حرکت هستن و شکستگی بین اینها وجود داره. کل این پوسته زمین بر روی گوشته زمین که به صورت مذاب هستش در حال حرکت هستش، به علت فرایند همرفتی، یعنی تبادل گرمایی که ایجاد میشه، این تبادل گرمایی باعث میشه که این صفحات به صورت دینامیکی مدام در حال حرکت باشن، و این حرکات باعث میشه که اینها در این مرزهایی که این صفحات تکتونیک به هم دیگه دارن به هم دیگه فشار بیارن، و این فشار کشش و یا برشی که در صفحات ایجاد میشه انواع گسل ها رو ایجاد میکنن، و این گسل ها مطابق با نظریه تئوری ریباوند انرژی، اینها تا موقعی که این تغییر شکل‌ها در حد الاستیک هست تحمل میشه، و وقتی که در واقع از حد تحمل الاستیک زمین بیشتر باشه این دچار شکست میشه و زلزله اتفاق میفته. پس منشأ خود تئوری ریباوند انرژی که گفتیم منشأ زلزله است چیه بچه‌ها؟ منشأش نظریه تکتونیک هستش که میگه که کل کره زمین پوسته اون به صورت قسمت های مختلفی هستش که اینها رو بهشون میگیم صفحه تکتونیک. مثلا تو ایران بچه ها ما یک عربیان پلیت رو داریم که کل شبه جزیره عربستان هستش، و ما خودمون یک قسمتی از یک پلیت فوق العاده بزرگی که شامل در واقع قسمت هایی از دریای اقیانوس اطلس هستش، قسمت هایی تا میره
این ور تو اقیانوس منجمد شمالی، کل اروپا و آسیا و قسمت های آتم، و مرزش کجاست بچه ها؟ مرزش این ور ژاپن هستش. ببین ژاپن توی مرز تکتونیک هستش، به همین خاطر اوضاعش خیلی خرابه، تو مرز تکتونیک اوراسیا هستش. این اوراسیا، پلیت اوراسیا هستش، ایران کل شبه جزیره ایران تو مرز اوراسیا هستش. این مرز اوراسیا که اینجاست، این پلیت عربستان بچه ها در حال فشار آوردن به حالا پلیت اوراسیا هستش که در زیر در واقع کل ایران هستش. این قسمت که در واقع از در واقع یه سری سلسله کوههای زاگرس میگذره، این چین خوردگی رو باعث ایجاد چین خوردگی کلن در این قسمت شده. این قسمت ها که دیگه در واقع رشته کوههای آلپ کلن از اینجا تا اینجا رو بهش میگن آلپ هیمالیا. ما قسمتی از رشته در واقع رشته کوههای زاگرس و رشته کوههای البرز، قسمتی از این رشته کوههای در واقع آلپ هیمالیا هستش که در واقع به علت فشاری هستش که به صورت کلی از صفحه آفریقا، صفحه عربستان و این صفحه‌ای که اینجا داریم این دو استرالیان پلیت هستش، ببین همشون فشاری هستش، این چین خوردگی ایجاد شده. پس خود همین ایجاد کوه‌ها که می‌بینید بچه‌ها، علتش این در واقع چین خوردگی هستش که در سطح زمین ایجاد شده. خب پس این هم نظریه تکتونیک هستش که علت حرکت صفحات زمین رو توضیح میده. ما در انتهای این در واقع جلسه بهتون خواهیم گفت بچه‌ها، یک مینی پروژه‌ای بهتون میدیم، یک صفحه رو، صفحه اینترنتی رو بهتون خواهیم داد که این رو انشالله تا بعد عید فرصت دارید که این مینی پروژه رو انجام بدید. این مینی پروژه چیه؟ در مورد نظریه تکتونیک هستش که حالا من توضیحات بیشتری رو هم میدم که کلن تو مرزهای تکتونیک چه اتفاقهایی میفته، ولی تو اون صفحه به صورت کاملی توضیح داده. این مینی پروژه هر که دوستان اگر انجام بده نمره اضافی خواهد داشت، اگر ارائه بده نمره اضافی خواهد داشت، ولی همه بایستی انجام بده. خب نظریه تکتونیک بچه ها میگه که در ابتدا در حدود 150 میلیون سال پیش ما کل قاره، کل در واقع قاره ها به صورت یک پوسته پیوسته بوده که به علت این شکستگی ها و حرکات دینامیکی زمین که داریم، اینها مرتبا از همدیگه دور شدن و تا اینکه قاره ها به این صورتی که الان میبینید پدیدار شده. به این رو بهش میگن در واقع حرکات قاره ای. پس این حرکات قاره ای که الان هم رصد میشه، مثلا میگن که فرض کنید قاره آمریکای جنوبی اینقدر داره حرکت میکنه، اینقدر داره میره دل زمین، مثلا میگن که کشور شیلی داره فرو میره داخل دل زمین، مثلا در طی فرض کنید چند هزار سال دیگه، دقیقا یادم نیست، مثلا کشور شیلی از بین خواهد رفت. خب اینها در واقع به علت همین نظریه در واقع حرکت قاره ای هستش که نشأت گرفته از همون در واقع نظریه تکتونیک پلیت هستش. خب ببینید داخل دل کره زمین، اگر این کره زمین باشه بچه ها، ما لایه های مختلفی رو داریم. دو تا در عمق زمین ما دو تا لایه داریم که بهشون میگیم در واقع هسته خارجی رو داریم، اوتر کور رو داریم و اینر کور رو داریم، که اوتر کور بچه ها مایه است لیکوید، و اینر کور رو داریم که به علت فشار عظیمی که اینجا وجود داره این دیگه جامد شده. درسته دما زیاده ولی فشار هم زیاده، که به علت فشار بسیار زیادی این اوتر کور در واقع تبدیل به ارزم به حضورتون جامد شده. پس ما این اینر کور رو داریم که ما بین عمق 2900 تا 5100 هستش، یعنی 2200 کیلومتر این عمق اوتر کور هستش، هسته خارجی هستش. عمق هسته داخلی حدود 1200 کیلومتر، کل کره زمین 6378 کیلومتر در واقع شعاع متوسطش هستش. اون خود
زمین یک کره کامل نیست، یه چیزی شبیه چی بگم، شبیه گلابی هستش، یه همچین چیزی هستش، یعنی یه کره کامل نیست. این عمق این 6378 کیلومتری که میگم، این در واقع عمق متوسطش هستش. خب تا عمق 2900 کیلوگرم رو بهش میگن جبه. جبه این جبه در واقع جنسش یه جور به صورت پلاستیک هستش، از جنس ماگما هستش، به صورت ژل مانند هستش، چیزی مانند بین مایع و جامد هستش. این قسمت منتل که اصطلاحاً جبه بهش میگن. خب روی جبه بچه ها ما پوسته رو داریم. این پوسته عمقش کمه، در حد 50-60 کیلومتره. ببینید 60 کیلومتر 70 کیلومتر، یعنی وقتی که میگیم یک زلزله در عمق 900 کیلومتر اتفاق افتاده، یعنی زیر پوسته زمین بوده دیگه. اونا زلزله های خیلی عمیق هستش که میره زیر پوسته زمین. این پوسته زمین به صورت متوسط تا حدود 100 کیلومتر میتونه عمق داشته باشه، که خود این پوسته زمین رو در واقع از چند تا پوسته دیگه تشکیل شده. یک پوسته داریم که در واقع این، چون خود جبه خودش هم دو قسمت هستش، یک قسمت جبه خارجی داریم که این به صورت جامد هستش، یه جورایی این رو بعضیا به عنوان خود پوسته زمین در نظر میگیرن. ببینید از اینجا تا اون قسمت جبه جامد رو بهش میگن لیتوسفر. لیتوسفر شامل کرست هستش، کرست یعنی پوسته، و آپر ماس سالید منتل و قسمت بالای منتل که جبه است و جامد هستش، به این رو بهش میگن لیتوسفر. ولی این قسمتی که بالای لیتوسفر که جز منتل نیست، جز جبه نیست، رو بهش میگن صفحه قاره‌ای. که این صفحه قاره‌ای، صفحه اقیانوسی عضو میخوام، اوشنیک کراست هست، کرست هستش، که این اوشنی کرست زیر تمام اقیانوس ها و زیر سطح کوه ها وجود داره. در قسمت زیر اقیانوس ها این خیلی نازک هستش و ممکنه یه جاهایی وصل بشه به قسمت سالید منتل و یا اینکه به خود قسمت های جامد منتل. اینجا مواد مذاب هستش بچه ها، ممکنه اینجا تو قسمت های اوشنیک یعنی قسمت های اقیانوسی ممکنه اینجا ضخامت خیلی کم بشه و به قسمت جبه وصل بشه. خب پس قسمت پوسته ای رو، اون جایی که زیر اقیانوس هستش رو بهش میگم پوسته اقیانوسی، و اون جایی که زیر اقیانوس نیست رو بهش میگم پوسته قاره ای، کانتیننتال هستش. کانتیننتال اقیانوس، الان کانتیننتال دریفت رو گفتیم، حرکات قاره ای، این کانتیننتال کرست، پوسته قاره‌ای. یه پوسته قاره‌ای داریم و یک پوسته اقیانوسی داریم. پوسته اقیانوسی معمولاً ضخامتش کم هستش و پوسته قاره‌ای ضخامت اون زیاد هستش. خب صفحات تکتونیک رو ما اینجا دوباره مجدد نشونتون دادیم، در واقع تو این اسلاید حرکات در واقع پوسته زمین رو نشونتون دادیم، که اینجا همونجوری که عرض کردم این قسمت عربیان پلیت هستش، پلیت عربستان سعودی هستش که داره فشار میاره به این قسمت پلیتی که در واقع زیر کشور ایران هستش، که گفتیم کشور ایران خودش جزء چی هستش، پلیت اوراسیا هستش. این پلیت اوراسیا در این قسمت به علت فشاری که کل قاره در واقع شبه جزیره عربستان این پلیت اعمال میکنه، اینجا زلزله ها بیشتر از نوع مکانیزم چی هسته بچه ها؟ از نوع مکانیزم ریورس هستش. ولی اینجا در قسمت پلیت عربستان به پلیت در واقع آفریقا یعنی افریکن پلیت، میبینید مکانیزمش به صورت کلی از نوع چیه؟ از نوع نرمال هستش. این مکانیزم نرمال باعث میشه که ما اصلا تا الان نشنیدیم بگن مثلا یه زلزله اصلا سمت آفریقا اومد. کلا بچه قاره آفریقا چون یه تیکه است، کلا در مرزهای تکتونیک نیست. ما اصلا عرب کل قاره آفریقا رو اصلا قاره زلزله خیزی نمیبینیم. خب در
اروپا چی بچه ها؟ این قسمتی که میبینی بچه ها، خب این قسمت سبز کمرنگ که میبینی، این قسمت اروپا هستش، این قسمت مثلا انگلیس هستش، این قسمت اسپانیا هستش، فرانسه هستش، آلمان هستش، اینجا در واقع ایتالیا هستش. ببینید ایتالیا تو مرز تکتونیک قرار گرفته، ایتالیا تو مرز تکتونیک، اینجا که میبینید اینجا یونان هستش، یا اینجا ترکیه هستش، اینجا ایران هستش. ببینید ایران، ترکیه، یونان، قبرس، چه میدونم اینا داخل در واقع این دریای مدیترانه هستش، اینایی که ساحل در واقع شمالی دریای مدیترانه هستن، اینها در واقع کشورهای زلزله خیز هستن. ما تو قاره اروپا فقط کشورهای معروفی که داریم زلزله خیز هستن، فقط همین ایتالیا و یونان، والا کشورهای مثل مجارستان اینا هم حالا یه مقداری این وسط ها هستن، ولی در کل خود قاره اروپا بچه یک کشور زلزله خیزی نیست. یعنی ما انگلستان رو ما به عنوان یک کشور زلزله خیز نداریم. مثلا فرض کنید بچه ها میان یک تکنولوژی رو میارن به عنوان تکنولوژی که در کشور انگلستان به عنوان ضد زلزله استفاده شد، خب این به در نخوره، چون اصلا کشور انگلستان کشور زلزله خیزی نیست. مثلا فرض کنیم را یه موقعی میگفتن یک سقفی رو از یک انگلیس آورده، خب اونجا اون سقفی که از انگلستان اومده این آزمایش لرزه ای نداشته، چون اساسا این کشور زلزله خیزی نیست. ولی قاره آمریکا چی؟ این آمریکاست. ببینید بچه‌ها آمریکا، قاره آمریکا خودش نورث امریکن پلیت هستش، که این نورث امریکن پلیت کل این قاره آمریکای شمالی بچه ها سمت اقیانوس اطلس، سمت اقیانوس آتلانتیک، این اصلا اینور شرق اصلا زلزله ای نداریم، اصلا زلزله. ولی غرب آمریکا زلزله خیز هستش، مخصوصا اینجا که دیگه گسل ها ببین شکستگی ها مختلفی وجود داره، چندین در واقع مکانیزم داریم که اینجا یکی در واقع این قسمت هایی که میبینید، این پلیتی که میبینید، یکی از فعالترین پلیت ها همین در واقع پلیت در واقع پاسیفیک پلیت هستش، بهش میگن در واقع پلیت اقیانوس آرام. این پاسیفیک پلیت، پلیت اقیانوس آرام هستش که از این ور، که از این ور حالا از این ورم نوزکا پلیت رو داریم که وصل به آمریکای در واقع جنوبی، آمریکای جنوبی. این قسمت هم زلزله های خیلی زیادی داریم، این قسمت زلزله بسیار شدید، این قسمت بسیار شدید. و از این ور بچه ها میاد، چون اینجا ژاپن هستش، ژاپن هستش، استرالیا، نیوزیلند هستش، و اینجا حالا دیگه میره تو توی در واقع قطب جنوب، حالا اینجا کاری نداریم. ولی کلن دور این پاسیفیک پلیت، کشورهایی که دور این هستش رو کلن بهش میگن کمربند آتش. اینجا ما قوی ترین زلزله های دنیا رو دور این داریم، یعنی از این ور نیوزیلند رو داریم، اندونزی رو داریم، نیوزیلند، اندونزی، ژاپن رو داریم، و از این ور هم سوال در واقع غربی آمریکا رو داریم، سوال غربی آمریکا از اینجا خود سمت اینور آلاسکا هستش و کانادا هستش و اینور مثلا ایالت کالیفرنیا هستش و میاد سمت مکزیک و اینجا در واقع سواحل باز شرقی آمریکای جنوبی رو داریم تا این قسمت شیلی. اینجا در واقع بچه شدیدترین زلزله های دنیا در این قسمت اتفاق میفته که این رو حالا جلوتر بهتون میگیم، این رو بهش میگن کمربند لرزه. به علت بچه ها این حرکات پوسته زمین، ما انواع حرکات رو داریم، در واقع انواع مرزهای تکتونیک رو داریم. ما مرزها سه نوع به صورت کلی مرز تکتونیک داریم، مرزهایی داریم که دایورجنت، مرزی داریم که دارن از هم دور میشن، مرز کانورجنت هستش که داره به سمت همدیگه حرکت میکنه، و مرزهای این مرز بس مرز تکتونیک دیگه، مرز بحث گسل نیستش. اینجا مرز در واقع انتقالی رو داریم، این در واقع نحوه حرکت مرزهای تکتونیک هستش که
نسبت به همدیگه داریم. اینا جاهایی که ما دورشدگی دایورجنت داریم، ممکنه ماگما بیاد سطح زمین کوه تشکیل بشه. اینجا ممکنه وقتی کانورجنت باشه ممکنه قسمتی از کل پوسته زمین بره تو دل زمین و از بین بره تو این مرزها. این هم شکلی که اینجا میبینید حرکات کلی کل پلیت هایی هستش که در کل دنیا ملاحظه میکنید. این قسمت ها میبینید حرکات شدید هستش، این حرکاتی که داریم ترین قسمت ها هم به همین صورت، ولی تو قسمت در واقع کشور خودمون این حرکاتی که داریم بیشتر از سمت صفحه عربستان هستش به سمت در واقع ایران. خود در واقع این صفحه اوراسیایی که اینجا داریم بچه ها، اینم داره به این سمت حرکت میکنه، ولی سرعت صفحه عربستان چون به سمت ما بیشتر هستش، ما این گسل هایی که به صورت کلی داریم از نوع ریورس هستش توی این قسمت. خب اینجا نموداری که میبینید، این شکلی که میبینید شکل زلزله هایی هستش که ما بین 1963 تا 1968 در کل دنیا اتفاق افتاده که تأییدی بچه ها، این تأییدی بر نظریه تکتونیک هستش. یعنی میبینید که زلزله دقیقا تو مرزهای تکتونیک اتفاق افتاده. ببینید بچه ها، پس زلزله ها در مرزهای تکتونیک اتفاق میفته و بیشترین زلزله همون جوری که گفتم در این در واقع صفحه تکتونیک پاسیفیک که مربوط به اقیانوس آرام هستش، از این ور کلن یک زلزله میبینید همش زلزله است، این ورم که سمت ژاپن، نیوزیلند و اندونزی و اینا هست که میبینید یک کمربند آتش رو تشکیل دادن، و از این ورم که کوههای سلسله کوههای آلپیمالیا که ایران هم جز این در واقع نواحی زلزله خیز هستش، میبینید که اینجا این زلزله ها به این صورت اتفاق افتاده. خب ببینید این زلزله ها رو دیدید، ولی بحث مربوط به خطر لرزه در واقع در دنیا به این صورتی هستش که در این شکل میبینید قسمت هایی که سفید هستش خطر لرزه اونها کم هستش تا میره سمت قرمز و سمت رنگ قهوه‌ای که بیشترین خطر لرزه‌ای رو در دنیا داریم. خب ایران کجاست؟ ایران میبینید که کلش قرمزه، کلش در منطقه خطر لرزه‌ای متوسط تا یعنی تا در قسمت وریم، یعنی قسمت نارنجی داره، یعنی نارنجی متوسط رو به بالاست. کلن ایران از لحاظ خطر لرزه‌ای از متوسط تا خیلی زیاد هستش. یعنی دیدید بچه ها وقتی که ما تو آیین‌نامه 2800 میگن خطر لرزه‌ای کم، متوسط، زیاد، همون کم ما هم متوسط رو به بالاست نسبت به جاهایی که خطر لرزه‌ای ندارن. مثلا تو قسمت عرب کل قاره آمریکا، قاره آفریقا خطر لرزه‌ای نداره. نسبت به این خطر لرزه‌ای کم ما هم خیلی زیاده، یعنی میبینید 1, 2, 3, 4, 5 درجه بیشتر از اون حالتی هستش که خطر لرزه‌ای نداره، یعنی مینیموم ما اینجاست. خب میبینید کل ایران دارای خطر لرزه‌ای خیلی زیادی هستش و سایزمیسیتی اصطلاحاً یعنی فعالیت لرزه‌ای در ایران خیلی بالاست. درسته ما عرض کردم خدمتتون، ما حالا مرزهای تکتونیک داخل دل کشور ما مرز تکتونیک عبور نکرده، مرز تکتونیک ما توی قسمت در واقع زیر خلیج فارس و زیر دریای عمان یه قسمت‌های در واقع است و داخل کشور ما این مرز تکتونیک نیست، ولی شکستگی‌های ریز ریزی در اینجا تو صفحه هست که باعث میشه که کل یعنی ما دوست یه صفحه کلی هستش، ولی همین صفحه مرز تکتونیک داخل این صفحه ما شکستگی های ریز 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 زیادی داریم که باعث میشه داخل کشور ما کلن همش به صورت زلزله خیزی باشه. خب این نقشه‌ای که اینجا میبینید نقشه
عمق زلزله هایی هستش که ملاحظه می فرمایید. زلزله های با عمق کم رو قرمز نشون دادیم، اونایی که در واقع زلزله های متوسط رو با رنگ زرد و اونایی که خیلی عمیق هستن با رنگ سبز. زلزله های عمیق رو می بینید سمت این ور، سمت در واقع آمریکای جنوبی هست، سمت شیلی و آرژانتین و اینا و مکزیک و ایناست. زرد و متوسط کلا توی قسمت پاسیفیک پلیت، در مرزهای باوندری پاسیفیک پلیت ما زلزله های حالا بیشتر، زلزله متوسط، عمیق و حالا زلزله های سطحی هم میبینید. ولی تو ایران چی بچه ها؟ تو ایران چی؟ اصلا زلزله با عمق متوسط نداریم، همش زلزله سطحیه، همش قرمزه، اصلا زلزله عمیق نداریم، همون چیزی که خدمتتون گفتم. پس ما همش زلزله سطحی اتفاق میفته و زلزله هامون تعدادش بچه ها زیاد هستش. نکته ای بگم بچه، حالا جلوتر این هم اشاره میکنیم، به صورت کلی از لحاظ تعداد زلزله هایی که در روز و یا در تعداد سال میاد، بیشترین تعداد زلزله در کشور ایران هستش. یعنی تعداد یعنی از لحاظ لرزه خیزی به نسبت تعداد ایران فعالترین کشور دنیا هستش در این زمینه. خب که این باعث میشه زلزله ما سطحی بشه. زلزله سطحی چند تا خصوصیت دارن، اینه که اگر در اون نقطه شهری چیزی باشه اون شهر رو خراب میکنه، ولی اگر دور باشه هیچ کاری نمیکنه، چون سطحی بوده، یه منطقه رو لرزونده تموم شد. این چی؟ این زلزله‌ای که 4-5 ماه پیش، چند ماه پیش بچه ها در بندر عباس اومد، یه زلزله 6.4 ریشتری اومد، کسی از خودش نپرسید که چرا این زلزله 6.4 ریشتری هیچ کاری نکرد؟ چرا هیچ کاری نکرد؟ هیچی نشد. علتش این بود که بچه ها خارج از شهر بود، همین. در واقع ما روی گسله ساختمان نساختیم، اون زلزله جایی که اومده بود یه منطقه رو لرزونده بود، یه منطقه خالی از سکونت بود و چون زلزله سطحی بوده یه 50 کیلومتر اونورتر رو دیگه کاری نداشته. ببینید که ما اصلا شاید عادت کرده باشه بچه ها، وقتی که زلزله میگن که مثلا کرمانشاه اتفاق افتاد، اینجا اتفاق نیفتاده. کرمانشاه تا اینجا همش 200 کیلومتره، ولی زلزله ای که بچه ها مثلا توی آمریکای جنوبی اتفاق میفته، ببینید میگن کل قاره رو لرزون زلزله، مثلا 8 ریشتری 9 ریشتری اینا که میاد. ببینید که مثلا زلزله تو شیلی اتفاق میفته، سونامیش میره ژاپن. اینا زلزله نو ریشتر بچه ها، یک ریشتر وقتی که زلزله یک ریشترش بالاتر میره انرژیش 33 برابر میشه. پس یک زلزله 7 ریشتری خیلی فرق میکنه با زلزله 6 ریشتری. انرژی که در دل زمین در واقع آزاد کرده 33 برابر، 30 برابر هستش، 32 خورده برابر هستش. پس زلزله‌ای که 2 ریشتر بالاتر هستش، مثلا زلزله فرض کنید 8 ریشتری 1000 بار قوی، 2 تا 33 بار یعنی 1000 بار قوی تر از زلزله 6 ریشتری هستش. و وقتی که زلزله 9 ریشتری میاد دیگه حساب کنید بچه‌ها 33000 برابر یه زلزله 6 ریشتری هستش، که اصلا عدد وحشتناک و انرژی بسیار وحشتناکی رو در این زلزله ای که مثلا 9 ریشتری داشتیم، ما چندین زلزله 9 ریشتری داشتیم، مثلا در ژاپن توکو در سال 2010 یا 12 بود یک زلزله 9 ریشتری داشتیم که همون بود که باعث خرابی در مرکز هسته ایشون شده بود و نشت هسته ای داشتیم، که اون زلزله فوق العاده قوی بود، ولی خب زلزله عمیق بود. پس ما اصولا نمیتونیم بگیم از لحاظ ریشتری زلزلهایی که در یک کشور دیگه رو داریم رو با زلزلهی که در کشور ما اتفاق میفته رو مقایسه کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که عمقها متفاوت هستش. اگر میخواید زلزله رو در واقع بررسی کنیم، بایستی بگیم که آقا چقدر شتاب در سطح زمین ایجاد کرد. مثلا بچه ها زلزله بم رو خدمتون بگم، زلزله بم وقتی که اومده مؤلفه فقط قائمش در حد یک جی بوده، یک جی یعنی یه دونه شتاب زمین بوده، که این شتابی است که همچین زلزله‌ای رو ما حتی در زلزله 9 ریشتری ندیده بودیم.
یعنی جزء، یعنی اون چیز لرزشی که در سطح، درست منطقه کوچیکی رو لرزون در سطح شهر بم، ولی اون شهر بم رو لرزون واقعا. خیلی زلزله اون در واقع چیزی که در سطح زمین احساس میشد خیلی در واقع شدید بود. این هم یه نقشه ای هستش که زلزله های بیشتر از 6 ریشتر رو در واقع اینجا نشون دادیم، که زلزله های خیلی بزرگتر یعنی در حد 9 ریشتر رو میبینید اینجا در آلاسکا اتفاق افتاد، اینجا در شیلی، این قسمت در اقیانوس هند بوده و اینجا هم نزدیک های در واقع ژاپن و اندونزی میبینید زلزله بزرگتر از 9 ریشتر داریم، زلزله 8 داریم. ولی یه خوبی که دیگه داریم اینه که داخل ایران که معمولا پتانسیل ایجاد زلزله دیگه بیشتر از معمولا 7 نیست، این دیگه جای شکرش باقی است. درسته زلزله سطحی هستش و ما زلزلهامون زیاد هست، سایزمیسیتیمون زیاد هستش، ولی پتانسیل ایجاد زلزله های معمولا بیشتر از 7 یعنی در حد 8 یا 9 ریشتر معمولا وجود نداره. یعنی از لحاظ آماری در واقع این شکستگی پوستی های زمین به صورتی هستش که نمیتونه که اینقدر انرژی داخل دل خودش ذخیره کنه که بخواد به اندازه یه زلزله مثلا 8 ریشتری یا 9 ریشتری ایجاد بشه. هرچند که میگن که پتانسیلش هست، ممکن اتفاق بیفته، چون ما در واقع این مطالعات مربوط به اندازه بزرگای زلزله‌ای که داریم مربوط به 100 سال اخیر هستش، بقیه اندازه بزرگای زلزله رو با توجه به آمار تاریخی و گزارش تاریخی که تو کتاب‌های تاریخ هست رو مثلا حدس زدن که اینجا مثلا 500 سال پیش زلزله اومدش، 100 سال پیش یه زلزله بزرگی اومده، مثلا بزرگاش رو حدس زدن که چقدر بوده. خب اینجا هم در واقع سایزمیک بلز ها رو اومدم گفتم که ما به صورت کلی 3 تا کمربند اصلی لرزخیزی رو داریم. کمربند لرزخیزی در واقع اون قسمت هایی هستش که بیشترین زلزله ها رو در اون قسمت ها داریم. معمولا در اطراف مرزهای تکتونیک ما در واقع این کمربندهای لرزه‌ای رو داریم. به صورت کلی 3 تا کمربند لرزه‌ای داریم. کمربند لرزه‌ای اول که بهش میگن کمربند در واقع زلزله خیز نوار محیطی صفحه اقیانوس آرام هستش، که در واقع همون در واقع باوندری پاسیفیک پلیت هستش که از این ور میره به در واقع ژاپن و اندونزی و نیوزیلند و اینا، و از این ور هم که خود آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی هستش. این در واقع بهش کمربند آتش میگن. ما یک کمربند زلزله خیز داریم که بهش میگن کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا هستش، که از سواحل در واقع شرقی مدیترانه شروع میشه تا کوههای هندوکش و چه میدونم هیمالیا و اینا در واقع ادامه داره، که این کمربند لرزه ایران هم کلش جزی از این کمربند هستش. ایران، ترکیه، ایتالیا، این قسمت ها، و از این ور هم قسمت های جنوبی هندوستان هستش و مغولستان و قسمت های به این شکل در واقع کمربند لرزه خیز آلپی مالیا هستش. یه دونه کمربند دیگه ای داریم که حالا بهش میگن اوشنیک ریج بلت هستش، که این قسمت‌هایی از در واقع قاره آفریقا هستش و قسمت‌هایی از داخل دل اقیانوس هند هستش، که حالا این معمولاً خیلی مطرح نیست و فقط همین دوتا در واقع کمربندی که اینجا داریم، اینها کمربندهای معروف زلزله خیز در دنیا هستن. این هم در واقع نمای نزدیکتر از صفحه تکتونیکی که داریم، این صفحه تکتونیکی که داریم این در واقع عربیان پلیت هستش، این ورم در واقع پلیت اوراسیا هستش، که به این صورت در واقع صفحه تکتونیکی که داریم میاد از کوههای ارزم به حضورتون زاگروس عبور میکنه. ما خودمون هم نزدیک ببینید مرز تکتونیک هستیم و از این ور سواحل خلیج فارس رو داریم و از وسط اقیانوس آرام
میگذره. خب این علت این زلزله هایی که پس این قسمت داریم اینه که این مرز تکتونیکه، ولی قسمت های دیگه که داریم مرز تکتونیک نیست، ولی شکستگی هایی هستش که در پوسته زمین وجود داره. پس زلزله های جای دیگه مرز تکتونیک نیستن بچه ها، زلزله های تکتونیکی معمولا زلزله های قوی تری هستن، یعنی زلزله هایی که این جاها روی این اتفاق میفته از لحاظ تاریخی زلزله های قوی تری هستن و ممکنه عمقشون هم بیشتر باشه. ولی جاهای دیگه بچه ها ما باز گسل داریم، مثلا کلا نقشه گسل داریم که زمین کلا شکسته شکسته است، ولی خب این شکستگی ها میبینید که مثلا تا عمق کل قاره، پوسته قاره ای مثلا نیست، در سطح زمین نزدیک سطح زمین مثلا 40 کیلومتر 50 کیلومتر 30 کیلومتر عمق اون گسل است، یعنی جوری نیست که عمقش زیاد باشه که بگیم این پلیت رو جدا کرده. این پلیت جدا نشده، یعنی این کل پلیت سر جای خودش است، ولی خود این پلیت باز هم تیکه تیکه داره. درسته این یه صفحه است، خود این صفحه هم نسبت به هم دیگه باز حرکت دارن، کلا حرکاتشون به صورت دینامیکی هستش. اما زلزله در ایران، حدود بچه ها 20% زلزله های دنیا در ایران اتفاق میفته که ما متاسفانه خیلی از شهرامون بر روی گسل واقع شده. از لحاظ تعداد همونجوری که عرض کردم تعداد زلزله تو کشور ما خیلی بالاست. زلزله های ما به صورت زلزله های سطحی هستن. دیدید که درسته بچه ها زلزله های ما معمولا کوچیک هستن، یعنی حالا نسبت به اون زلزله های 8 و ریشتری که معمولا در دنیا اتفاق میفته، هر چند سال یک بار ما زلزله های حالا بیشتر از 7 ریشتر معمولا هر سال در دنیا داریم، ولی در ایران زلزله با قدرت حدود 7 ریشتر با بزرگای 7 ریشتر در حدود 10 سال به صورت متوسط داریم. یعنی این یک مطالعه آماری هستش، ممکنه یه موقعی در هر 3-4 سال یه بار چند تا زلزله 7 شاید بیشتر هم بیاد، ولی خب به صورت متوسط هر 10 سال ما یه زلزله بالای 7 ریشتر، هر 3 سال 6 ریشتر و هر هفته 2 تا زلزله در حد 4 ریشتر داریم. خب این یعنی البته در حد 3 ریشتر اینا دیگه در حد ساعت هستش، یعنی ما در ایران در هر روز زلزله در حد 3 و 4 در حد 3 ریشتر اینا خیلی وفور داریم که این به علت در واقع شکستگی زیاد پوستی زمین در زیر صفحه فلات ایران هستش که همین سطحی بودن زلزله باعث افزایش چی شده؟ افزایش خطر لرزه. همون نقشه بود که نشونتون دادم که مربوط به ایران قرمز بود، نتیجه اون قرمز بودن بچه ها علتش چی بود؟ علتش سطحی بودن زلزلهای کشور ما بوده. چون زلزله سطحی است خطر زلزله بیشتر هستش. خب اما اینجا یک آماری هستش از بزرگترین زلزله هایی که در دنیا اتفاق افتاده. بزرگترین زلزله ای که ثبت شده زلزله 9.5 ریشتری هستش که در شیلی 1960 اتفاق افتاده. زلزله 9.2 ریشتری هستش که در اقیانوس آرام اتفاق افتاده سال 2004 که باعث در واقع سونامی سوماترا شد، اگه یادتون باشه تو اخبار بود. زلزله 9.2 ریشتر 964 رو داریم که حالا همین زلزله 9.2 ریشتر این که معروف بود، و این هم زلزله‌های مختلفی داریم که تا حدود 8 ریشتری هستن که هیچ کدوم از این زلزله‌های بزرگ دنیا بچه ها توی ایران اتفاق نیفتاد. که من اینجا یه عکسی از اثر زلزله 9.5 ریشتری شیلی رو میبینن که گذاشتم که مربوط به 1960 هستش. خب خسارات و تلفاتی که این زلزله داشته این ور نوشتیم که حدود 2000 نفر کشته شده، 3000 نفر زخمی شده، 2 میلیون نفر بی خانمان شدن، 550 میلیون دلار خسارت زده. سونامی باعث کشته شدن 61 نفر شد، 75 میلیون دلار خود سونامی در هاوایی
در واقع دچار خسارت که 138 نفر و 50 میلیون دلار 138 نفر کشته و 50 میلیون دلار هم در ژاپن ما خسارت داشتیم. 32 نفر کشته و زخمی در کشته و گم شده در فیلیپین داشتیم. 500 هزار دلار هم خسارات به سواحل شرقی آمریکا صدمه زده، همون سونامیش این خسارات رو داده. 2000 نفر کشته، 3000 حدود 3000 نفر زخمی. این چی؟ اثر زلزله 9.5 ریشتریه. خب این رو مقایسه کنید با زلزله 6.4 ریشتری بم. آیا به نظرتون در واقع این خونه هایی که میبینید بچه‌ها اینا مربوط به شیلی هستن؟ علت چیه که در شیلی خب خسارات و اینا خیلی کمتر است از نسبت به زلزله مثل زلزله بمی که در ایران اتفاق افتاده؟ نظرتون چیه بچه‌ها؟ خب این جواب رو من خودم میگم. این جوابش بچه ها اینه که همون جوری که عرض کردم درست، صرفا بزرگای زلزله مطرح نیست. بزرگای زلزله نشون دهنده قدرت زلزله در اعماق زمین هستش. خب اون چیزی که در عمق زمین باشه، اگر خیلی زلزله عمیق باشه، این تاس به سطح زمین میاد، این مستهلک میشه و در مکان بسیار وسیع تری پخش میشه و این امواجی که به سطح زمین میاد، این امواج حالا تا حد زیادی ضعیف شده است. ولی زلزلهایی که سطحی باشه و نزدیک محلهای مسکونی باشه، این میتونه خیلی در واقع کوبنده دیستراکتیو باشه که متاسفانه تو کشور ما از این نوع هستش. بنابراین بچه ها درسته، حالا کیفیت ساخت و ساز ما تو کشورمون هم ممکنه خوب نباشه، ولی این که بخوای مقایسه کنی واقعا مقایسه درستی نیست که بگید که زلزله 7 ریشتر اومده اینجا 6 ریشتر اومده، چرا اینجا خسارت کم بوده اونجا زیاد شده. صرفا با بزرگان نیست بایستی بگید که در سطح زمین چه شتابی ایجاد کرد. این در واقع نشون دهنده در واقع بزرگای در واقع اون شدت زلزله است، اون چیزی که در سطح زمین حس میشه، اون شتابی هستش که به سطح زمین میاد و اون مهم هستش. به صورت کلی بچه ها ما دو تا پارامتر داریم، یکی هازارد یکی ریسکه. هازارد یکی ریسکه. ببینید بچه ها، ما در واقع کشنده ترین زلزلهی که در طول تاریخ داشتیم زلزلهی بوده که در 1556 در چین اتفاق افتاده. این چیزی هستش که در تاریخ گزارش شده حدود 830 هزار نفر کشته شده. 830 هزار نفر کشته شده. این حالا به صورت تاریخی هستش که حالا خیلی ما از مشخصات واقعی این زلزله اطلاع نداریم، ولی اون چیزی که ثبت شده، اون چیزی که ثبت شده the second most destructive earthquake باز هم در چین اتفاق افتاده که در جولای 1976 زلزله‌ای بوده که 225 هزار نفر کشته شده. خب این زلزله، ببینید زلزله 1960، مثلا من اینجا دو تا زلزله رو با همدیگه مقایسه کردم. زلزله 8.3 ریشتری 1989 نیوزیلند بدون تلفات. زلزله 1960 در مراکش با بزرگای 5.5 ریشتر 12000 نفر کشته. آیا به نظر شما این فقط و فقط به ساخت و ساز ربط داره یا نه؟ یا صرفاً بچه ها مکانیزم بزرگا کفایت نمی کنه در مورد این که بگیم این زلزله آیا مرگبارتر هست یا نه؟ خب در واقع اینه که بزرگا بچه ها صرفاً کافی نیست. بزرگا میگه آقا در دل زمین چقدر انرژی آزاد شده. خب این در دل زمین اگر عمقش زیاد باشه تا میرسه به سطح زمین مستهلک میشه و این تغییر شکلایی که و حرکات زمین داره کاهش پیدا میکنه. پس یکی از پارامترها خود عمق هستش که بایستی بگیم. در واقع بچه ها اینی که میگیم بزرگاش زیاده، بزرگاش زیاده یعنی اون زلزله خطرش زیاده، بزرگاش زیاده یعنی این امش که زیاده، این رو بهش میگن هازارد، خطر. یعنی خود هازارد از لحاظ طبیعی، ما به سیل هم میگیم هازارد، به زلزله هم میگیم هازارد، یک خطر هستن.
یک سیل در واقع یک خطر سیل هستش، ما یک خطر زلزله داریم، یک خطر طوفان داریم، یک خطر گردباد داریم که خطرهای طوفان و گردباد و اینا مثلا تو کشور ما وجود نداره ولی مثلا تو آمریکا وجود داره. ما اینجا بحث خطر لرزه‌ای می‌کنیم که تو ایران خطر لرزه‌ای بالاست ولی مثلا خطر طوفان نیست، خطر بچه‌ها گردباد نیست، خطر چه میدونم ساغل نیست بچه ها. این اینا خطرهای، یا مثلا خطر سیل حالا مثلا به نسبت جای دیگه حالا داریم ولی مثلا کمتر هست. مثلا ما بچه ها در آمریکا ما مطالعات مالتی هازارد رو داریم، یعنی اصلا کاملا مطالعه میشه. یعنی چی؟ یعنی مالتی هازارد یعنی چی؟ یعنی زلزله اومده این وسط که زلزله اون بیاد طوفان هم بیاد که این اتفاقا افتاده. میدونی بچه ها ما حداقل درسته که ما خطر لرزه بالاست ولی خب خوشبختانه از اون ور مالتی هازارد رو نداریم، چند تا خطر همزمان معمولا نداریم. این که مثلا طوفانی بیاد، گردا بادی بیاد، صاعقه بیاد، از این خطرهای دیگه رو چون چندین سطح خطر رو داریم، اونها اون خطرها رو خدا شکر نداریم. ما فقط خطر لرزه ای هستش که خوشبختانه خطر لرزه ای رو هم میتونیم در واقع تا حد ممکن جلوش رو بگیریم با ساخت و ساز ایمنی که انجام میدیم، که البته بحث درسی ما هم همینه، چجوری بخوایم این خطر لرزه رو کاهش بدیم. خب پس این خطر لرزه به معنای اینه که آقا زلزله هرچی بزرگتر باشه خطرش بیشتره، این چیز مشخصی هستش. ولی بزرگ بودن خطر به معنای مرگبارتر بودن اون نیست. اون چیزی که در واقع تلفات و خسارات رو نشون میده رو بهش میگیم ریسک، خطرپذیری. پس ما دو تا اصطلاح داریم، یکی خطر، یکی خطرپذیری، یکی هازارد، یکی ریسک. هازارد و ریسک. هازارد خود اینه آقا زلزله بزرگتر، مثلا یه خطر آتش سوزی بزرگتر باشه، این در واقع خطرش بیشتر هستش. ولی چه موقع ریسک مثلا یه آتش سوزی بیشتر میشه؟ ریسک اون موقعی بیشتر میشه که اون ساختمانه مثلا واتر پرو در واقع ضد آتش نباشه. خب این ساختمانی که ضد آتش نباشه ریسکش هم میره بالا. ولی آتش ممکنه بزرگ باشه، ساختمانی باشه نسبت به آتش سوزی مقاوم باشه، خیلی خساراتی ایجاد نکنه. پس این ریسک دست ماست، این ریسک دست ماست، میتونیم تا یه حدی جلوی این رو بگیریم، ولی هازارد نه. این پس هازارد خود خطر هست، ولی اون چیزی که حس میشه، اون شتابی، اون چیزی که در سطح زمین حس میشه رو بهش میگن ریسک. پس این زلزله‌ای که اینجا مقایسه کردیم، این اولی خطرش بالا بوده، ریسکش کم بوده، دومی خطرش کم بوده ولی ریسکش بالا بوده. حالا چرا ریسکش بالا بوده؟ خب احتمالاً این خطر ممکنه نزدیک شهر بوده به علت، حالا دیگه دلایل مختلفی داره که چرا اینجا این ریسک بالا بوده، که حالا علل مختلفی داره، شامل این که عمقش کم بوده، فاصلش کم بوده، ساخت و ساز بد بوده و نمیدونم دیگه از این داستان، همه این پارامترها دخیل خواهند بود. خب اینجا مقیاسی از بزرگای ریشتر رو داریم که گفتیم که معمولا زلزله هایی که در حد 3.5 ریشتر باشه تا 8 ریشتر، حالا معمولا اون چیزی که حس میشه ازشون چجوری هستش؟ 3.5 ریشتر و کمتر معمولا حس نمیشن، 3.5 تا 5.4 ریشتر کاملا حس میشن و باعث خطر، باعث صدمات جزئی میشن، بیشتر از زیر 6 ریشتر باعث باز خسارات به ساختمون ها میشه و میتونه در بعضی وقتا، در بعضی اوقات باعث خسارات بشه و تلفات ممکنه بشه. 6 تا 6.9 ریشتر میتونه، اگر مخصوصا اگر زیر 100 کیلومتر، در فاصله زیر 100 کیلومتر باشه، میتونه کاملا دیستراکتیو باشه، میتونه کاملا مخرب باشه. 7 ریشتر تا 9 ریشتر رو بهش میگن زلزله های اصلی، میجر اسکور، که میتونه فوق‌العاده در یک ابعاد بسیار زیادی خطرات جدی ایجاد کنه. 8 ریشتر بالا دیگه بهش میگن زلزله های گریت اسکور، زلزله های عظیم. این زلزله های عظیم دیگه 8 ریشتر به بالا رو بهش میگن زلزله عظیم. حالا یک نکته ای که هست، خدا رو شکر ما زلزله میجر اسکور داریم ولی گریت اسکور معمولا توی ایران نداریم. حالا هرچند میگن که پتانسیلش هم هست، تضمینی نیست که بگیم که
ما زلزله 8 ریشتر به بالا حتما نداریم، ولی خب حالا اون چیزی که هست، البته ما تا 7 و 9 هم رفتیم، یعنی تا مرز 8 هم رفتیم، خیلی بچا پس تضمینی هم نیست، ولی خب به صورت عمومی ما زلزله خیلی به صورت گریتر سکویک نداریم. زلزله 9 ریشتر یه جوری هستش دیگه، چیه دیگه، بهش میگن قیامت شده دیگه، پوسته زمین از این رو به اون رو میشه. ما برای سنجش اندازه در واقع زلزله، بزرگای زلزله که بزرگای زلزله که مقیاس اون ریشتر هستش، یا اصطلاحا بهش میگن مگنیتیود، مگنیتیود میشه بزرگای زلزله، بزرگای زلزله رو با ریشتر نشون میدن. خود ریشتر یک در واقع معیاری هستش از حرکات پوسته زمین. اولین بار چارلز ریشتر حدود مثلا دهه 30 میلادی، حدود 100 سال پیش یا قبلتر از اون، در واقع اومد یک دستگاه لرزه نگاری رو در واقع ابداع کرد. این دستگاه لرزه نگار رو در حالتی که در فاصله 100 کیلومتری در گسل کالیفرنیا، اگر مثلا یک اندازه این تا یک اندازه این در واقع حرکات بود رو به عنوان یک ریشتر تعریف کرد، اگر بیشتر هر تعداد بیشتر از این بود رو معیارش رو در واقع بر مبنای اون قرار داد و ریشتر رو در واقع به اون صورت تعریف کرد. به این ریشتر، ریشتر محلی میگن چون فقط برای محل کالیفرنیا قابل اعمال بود. بعدن این رو اصلاح کردن که در همه جای دنیا بشه ازش استفاده کرد. یه سری روابطی داره که من هیچ کدوم از این روابط رو، حالا یک سری یکی دو تا از روابط رو در ادامه آوردم، ولی این روابط چون درس بحث ما بحث طراحی لرزه‌ایه، نه خیلی مهندسی زلزله، خیلی بحث بزرگا و اینا رو نمیخوام دیگه وارد روابط و فرمولاش بشم. احتمال داره شما در درس مهندسی زلزله دیده باشید، ولی اگه ندیده باشید خب دیگه ما هم خیلی وارد این که چه جوری بزرگا رو حساب میکنن نمیشه. ولی بایستی بدونید که ما انواع بزرگا رو داریم با توجه به این که نوع زلزله، زلزله سطحی هستش یا زلزله عمیق هستش، ما در واقع از چه نوع زلزله استفاده، از چه نوع مقیاسی استفاده میکنیم. معمولا بچه ها ما 3 تا مقیاس داریم که در واقع MS هستش، MB هستش و MW هستش. این MS معمولا یک فرمول جدا داره بچه ها. MS در واقع یک بزرگای سطحی هستش که معمولا اگر زلزله سطحی باشه از این مقیاس استفاده میشه، و یک مقیاسی داریم به اسم Body Wave Magnitude که بزرگای در واقع امواج حجمی هستش که وقتی که زلزله خیلی عمیق باشه از این رابطه استفاده میکنیم. این رابطه میتونه در واقع به صورت بهتری این در واقع این نوع زلزله ها رو بیان کنه. و به صورت جنرال رابطه ای که معمولا در اکثر اخبار و اکثر گزارش ها و اکثر جا استفاده میشه، این مقیاس مومنت مگنیتیود هستش که MW هستش، که این MW عرضم به حضورتون بیشترین استفاده از این رابطه هستش. این MB, ML و MW تا یک حدی میتونن در واقع زلزله ها رو بیان کنن. ببینید MW محدودیتی نداره، MW تا 10 ریشتر رو میتونه پوشش بده، ولی MB فرضاً بچه ها تا حدود 6 ریشتر. ML در واقع ML لوکال هستش، همون چیزی که عرض کردم برای محدوده کالیفرنیا هستش، تا حدود 6.5 ریشتر هستش. و MS مربوط به امواج سطحی تا 8 ریشتر رو میتونه پوشش بده، ولی MW همه نوع زلزله ها رو میتونه پوشش بده. اون زلزله در واقع این معیار MB که میبینید که تا 6 ریشتر رو میتونه در واقع پوشش بده، بیشتر از 6 ریشتر رو نمیتونه پوشش بده، اصطلاحا بهش میگن دچار اشباه شدگی شده. پس ما این روابطی که داریم که الان یکی دو نمونهش رو در اسلایدهای بعد از این روابط رو میارم براتون، بایستی بدونید که این درست روابط مختلفی هست، ولی این روابط بایستی سر جای خودشون استفاده بشن و بهترین پارامتر برای بیان زلزله چی هستش؟ پارامتر MW هستش که بهش میگن
بزرگای گشتاوری، بزرگای مومنت مگنتیود هستش که با ام دبلیو اون رو نشون میدن. الان یعنی این ام دبلیو رابطه‌ای که داره به این صورت هستش که دو سوم لوگاریتم بر مبنای 10 ام صفر هستش که خود ام صفر رو بهش میگن سایزمیک مومنت. ام صفر که رابطه سایزمیک مومنت میشه مو ضرب در آ ضرب در دی که دو برابر مو ضرب در ای اس تقسیم بر دلتا سیگما هستش. مو رو بهش میگن ماجول برشی سنگ های منطقه است. آ مساحت اون منطقه ای از گسر است که دچار رابچر شده، دچار شکستگی شده. دی متوسط در واقع زاویه مربوط به در واقع گسل هستش. ای اس در واقع انرژی آزاد شده از انرژی آزاد شده لرزه ای هستش که مقدار آودی رو که داشته باشیم دیگه معادی حساب میشه. معادی حساب بشه ام صفر حساب میشه. لوگاریتم ام صفر دو سوم لوگاریتم ام صفر منهای 10 میشه ام دبلیو. پس این پارامتر ام دبلیو پارامتری هستش که به مشخصات گسل ارتباط داره. چون به مشخصات گسل ارتباط داره این ام صفر پارامتری هستش که میتونه خیلی بهتر اینها زلزله ها رو بیان کنه. ولی مختصات در واقع پارامتر مثلا بزرگای زلزله مربوط به ام ال ام لوکال از اندازه در واقع دستگاه لرزنگار بزرگ ماکسیمم بزرگای تغییر شکلی که تو دستگاه لرزنگار ایجاد میشد از اون ام ال رو حساب میکردم. خب این ام دبلیو پس به این صورت میتونه بزرگای زلزله رو حساب کنه بر اساس مشخصات زلزله. همونجوری که عرض کردم من دیگه این روابط مربوط به بقیه بزرگا رو نیاوردم چون بحث ما نیست، خیلی اینها رو باز نخواهیم کرد و صرفا برای آشنایی شما خواهیم، یعنی مثال چیزی هم از این حل نخواهیم کرد. خب اینجا تعداد زلزله ها، تعداد بزرگا و تعداد زلزله‌ای که در کل دنیا اتفاق میفته رو اینجا آوردیم. زلزله های 8 ریشتر و بالا معمولا یه دونه در سال اتفاق میفته، 7 تا 7 تا 9 دهم ریشتر 17 تا و به همین صورت تا 2 تا 2 3 دهم 2 تا حدود 2 9 دهم 1 میلیون 300 تا 100 هزار تا به صورت متوسط اتفاق افتاده که این تعداد رو اینجا نشون دادیم. زلزله 2 ریشتر حدود 1 میلیون تا، 3 ریشتر حدود 100 هزار تا، 4 ریشتر 1200 تا. و اینجا پس ببینید ما بزرگار در واقع توزیع بزرگار رو در سال در کل دنیا اینجا نشون دادیم و اینجا میبینید که اینجا هم مثال هایی است. مثال زلزله شیلی 1960 اینجاست، حدود 9.5 ریشتره. اینجا در این قسمت مقایسه کرده بزرگای زلزله رو با سایر اتفاقات، یعنی مقدار انرژی که فرض کنید از یک زلزله 2 ریشتری ایجاد میشه نوشته چیه؟ در حدود برابر با moderate lightning bolt در حد یک رعد و برق متوسط هستش. ولی زلزله 3 ریشتری چی بچه ها؟ به اندازه حالا بمب اتمی هستش که بر روی اوکلاهاما در واقع افتاده. و زلزله 3.5 ریشتری مثلا حدود 3.5 ریشتری حالا بزرگترین رعد و برقی که در کل دنیا اتفاق افتاده که اینقدر انرژی آزاد میشه. زلزله حدود 4.5 ریشتری یک طوفان تورنادو متوسط هستش. زلزله حدود 6 ریشتری به اندازه بمب اتم هیروشیما هستش. این بمب اتم نیست، این یک بمب در واقع بمب گذاری بوده، نمیدونم چی بوده اوکلاهاما، ولی این بمب اتمی هیروشیما که در ژاپن افتاده به اندازه انرژی یک زلزله 6 ریشتری هستش که در سطح زمین اتفاق افتاده. انرژی این معادل اینه. و زلزله اینا دیگه بزرگترین تست اتمی که انجام شده در حد یک زلزله 8 ریشتری انرژی داشته
که بزرگترین تستی که انجام شده یک بمب هیدروژنی بوده که شوروی سابق انجام داده. و به این صورت میبینید که دیگه 9 ریشتر و 10 ریشتر اینجا دیگه معادل نداره. اینجا مقدار انرژی که آزاد میشه بر مبنای در واقع وزن کیلوگرم در واقع ماده انفجاری هستش که 2 ریشتر حدود 56 کیلوگرم و 10 ریشتر حدود 56 میلیارد تنه. یعنی من سر رقم این رو بردارم میشه 56 میلیارد تن. پس یه زلزله 10 ریشتری به اندازه 56 میلیارد تن TNT هستش. زلزله مثلا 7 ریشتری حدود چقدره؟ حدود 1,800,000 تن TNT هستش. 1,000,000 تن، 1,000,000 حدود 2,000,000 تن. یه زلزله حدود 7 ریشتری هستش که اینجا قدرت و مقدار تعداد زلزله‌ای که در سال در کل دنیا اتفاق افتاده رو اینجا ملاحظه کردیم. خب ما عرضم به حضورتون همون جوری که عرض کردم، ما یک هازارد داریم، یک ریسک داریم. هازارد همون به بزرگا احتیاج در واقع اشاره داره بچه ها. بزرگای زلزله یا مگنیتیود که واحد اون ریشتره و نشون دهنده مقدار انرژی که در اعماق زلزله یعنی در همون کانون آزاد میشه، ولی اون چیزی که در سطح زمین حس میشه باعث ریسک میشه رو بهش میگن شدت زلزله یا اینتنسیتی. پس ما یک مگنیتیود داریم که مقدار انرژی آزاد شده در عمق زمینه و یک اینتنسیتی داریم که در واقع شدت زلزله است در سطح زمینه. اینتنسیتی نشان دهنده قدرت تخریب زلزله در سطح زمینه. هر چند که بیشتر بودن بزرگا بیشتر باشه، معمولا شدت زلزله هم بیشتره، واقعیت اینه. ولی همیشه اینجوری نیست و میتونه زلزلهای کم عمقی داشته باشیم که بزرگاشون مثلا ممکنه کم یا متوسط باشه ولی شدت بالایی داشته باشه، که مثلا این در واقع دقیقا خصوصیت زلزلهای ایرانه. یعنی دقیقا زلزلهای ایران اینجوری هستن متاسفانه که بزرگا کم، ولی چون کم عمق هستن، درسته بزرگاشون کمه یا متوسطه، ولی معمولا زلزله‌های ایران اینتنسیتی بالایی دارن، ریسک بالایی دارن. پس خطر ریسک لرزه‌ای ایران علتش کم عمق بودن زلزله است. پس با کم عمق بودن زلزله‌های ایران ما خسارات بیشتری رو داریم. خب حالا خسارات معیار اینتنسیتی چیه؟ یعنی اون چیزی که در سطح زمین حس میشه. ما به صورت کلی دو معیار کلی برای اندازه‌گیری شدت زلزله، یعنی اون چیزی که در سطح زمین حس میکنیم، یعنی دیگه بچه با عمق دیگه کاری نداریم. تو عمق ممکنه عمق خیلی زیاد باشه یا اصلا زلزله دور باشه. ممکن زلزله مثلا همین تو کرمانشاه بود، اینجا شدتش کمه ولی شدتش تو کرمانشاه زیاد بود، شدتش اینجا کم بود، یه جای دیگه ممکنه اصلا حس نشه، یعنی شدت داره کم میشه. اون چیزی، اون لرزشی که در سطح زمین حس میشه رو بهش میگیم شدت، اینتنسیتی. ما دو معیار کلی برای اندازه‌گیری شدت زلزله داریم. اولین معیار کم کیفی هستش که غیر مهندسی هستش، چون بچه ها زلزله بود یک پدیده اجتماعی هستش، اصطلاحاً سوشیو اکانومیک، یک پدیده سوشیو اکانومیک هستش، یک پدیده اجتماعی اقتصادی هستش، هم باعث تلفات میشه، باعث خسارات اقتصادی میشه و هم روی تلفاتی که داره باعث ناهنجاری های اجتماعی ممکنه بشه. پس یک پدیده سوشیو اکانومیک هستش. بنابراین رشته های مختلفی، رشته های اقتصاد، جامعه شناسی، رشته های مختلف، روانشناسی، حقوق، اینا همه درگیر اینا هستن. بنابراین ما از زلزله بایستی، یعنی این در واقع دانشمندان مختلف که در رشته های مختلف هستن و مهندسی نیستن، اینها کاری با ریشتر ندارن، کاری ندارن که آقا در عمق زمین چقدر انرژی آزاد شده. میخوام بگن که ببینن که در سطح زمین چقدر خسارت ایجاد شده. به همین خاطر ما یک معیار کیفی داریم، غیر مهندسی داریم، که معمولا
در حوزه‌های انسانی و غیر تخصصی زلزله کاربرد دارن که یه مقیاسی که داریم مقیاس مرکالی بهش میگم. مقیاس مرکالی، مقیاس مرکالی رو من در اسلاید بعدی نشون دادم. مقیاس مرکالی یه مقیاسی هستش که از 1 تا 12 در واقع اسکیل بندی شده. این اسکیل بندی که میبینید، البته این اسکیل بندیه چون مرکالی یک مقیاسی هستش که حدود مثلا اول ارائه شد و بعدا تغییر پیدا کرد. این چیزی که میبینید، این توصیفی که اینجا میبینید مربوط به مرکالیه، مقیاس مرکالیه در واقع اصلاح شده است. از 1 که کسی احساس نمی کنه تا معیار 12 که کاملا همه چی نابود میشه رو درجه بندی کردن. پس ببینید اینجا دیگه بر مبنای خسارت رو سطح زمینه، کاری ندارن که در دل زمین چه اتفاق افتاده. خب 1 مرکالی به معنای اینه که هیچی حس نمیشه. 2 مرکالی با در واقع بعضی از افراد این رو میتونن حس کنن. خب 3 مرکالی میگه که در واقع یک در واقع اکثرا این رو میتونن در واقع احساس کنن، خیلی ها میتونن احساس کنن، خیلی ها ممکنه احساس نکنن. 4 ریشتر اونایی که بیرون هستن این رو هم تقریبا اکثرا حس میکنن، ولی کسی که مثلا داخل ماشین هست، داخل تراک هست، این هم شبیه این رو شبیه خیلی ها این رو شبیه مثلا لرزش ناشی از حرکت یک تراک، یک کامیون در نزدیک ماشین احساس میکنه. 5 مرکالی تقریبا همه حس میکنن و همه متوجه میشن و قشنگ همه چیز، درخت ها و اینا حرکت میکنن و میبینن و به همین صورت اینا رو دیگه میبینید که توصیف میشه. مثلا 6 مرکالی دیگه گفته، 5 مرکالی گفته تقریبا همه، اینجا نوشته همه دیگه، همه میگن دیگه متوجه میشن، همه به بیرون حرکت میکنن، فورنیچر مووت، مبلمان حرکت میکنه، خسارات محدودی ایجاد میشه. 7 مرکالی همه در بیرون متوجه میشن و میدوئن، خسارات در واقع محدودی به سازه ها وارد میشه، سازه هایی که بد ساخته بشن دمیج زیادی میبینن و بقیه سازه ها در واقع خسارات کمی میبینن و به همین صورت. اینا توصیفی هستن، از 1 تا 12 مرکالی اینا توصیفی هستن که اینها برای ما کاربردی نیست در مهندسی زلزله یا در بحث طراحی لرزه. ما از مرکالی استفاده نمی کنیم، از یک پارامترهای دیگه استفاده می کنیم. معیارهای مهندسی معیارهایی هستن که بچه اندازه‌گیری میشن. ما از معیارهای کمی استفاده می کنیم که معیارهای مهندسی هستن. بهترین معیاری که بچه‌ها برای زلزله هست اینه که ما در معمولا شبکه در واقع لرزنگار در کل کشور داریم و کشورهای مختلف هم به همین صورت هستش. در نقاط مختلف وقتی که زلزله میاد، زلزله 3 تا مؤلفه داره، در جهت X، در جهت Y، در جهت Z. در جهت X لرزش ایجاد میشه، ثبت میشه، شتاب زمین. در جهت X ثبت میشه، در جهت Y ثبت میشه، در جهت Z ثبت میشه. یعنی وقتی که زلزله میاد در یک ایستگاه، ببینید ما ممکنه ایستگاه های مختلفی در کشور داشته باشیم، شبکه لرزه نگاری داریم، ولی اونایی اون شبکه هایی که نزدیک گسل هستن معمولا اطلاعات ارزشمندتری رو میدن تا اونایی که دورتر هستن. اونایی که نزدیک زلزله هستن مثلا ممکنه مثلا 10 تا 20 تا ایستگاه ما نزدیک گسل، یعنی محل اپیسنتر زلزله داشته باشیم که اینها در واقع هر کدومشون 3 مؤلفه ثبت میکنه. پس وقتی که زلزله میاد مثلا ما معمولا 20 تا رکورد خوب داریم، رکورد اونایی که نزدیک گسل هستن که اینها هر کدوم از این ایستگاه ها به صورت 3 تایی ثبت میکنن، یکی در جهت X، یکی در جهت Y و یکی در جهت Z. این 3 تایی که ثبت میشه رو بهش میگن رکورد زلزله، شتاب زمین رو در نزدیکی گسل ثبت میکنه.
شتاب بچه ها، ما کلن مهندس ها شتاب رو دوست داریم. چرا؟ چون شتاب رو اگر در جرم ضرب کنیم میشه نیرو. ما تو مهندسی با نیرو سر و کار داریم، ما بایستی بدونیم روی این ساختمون چقدر نیرو هست. پس اگر شتاب مثلا ماکزیموم زلزله رو داشته باشیم، مثلا این زلزله که اومده اینجا پیکش اینجاست، پیکش یعنی ماکزیومش، پیک گراند اکسلریشن PGA، یعنی ماکزیموم در واقع شتاب زلزله‌ای که داریم این مقداره. ما اگر این پیک گراند اکسلریشن رو داشته باشیم، این پیک گراند اکسلریشن یعنی شتاب ماکزیموم زمین رو داشته باشیم، این پیک گراند اکسلریشن رو اگر داشته باشیم ضرب در جرم سازه بکنیم، مثلا اگر سازه یه طبقه باشه، این میشه نیروی زلزله. نیروی زلزله رو اگر داشته باشیم مثلا با یه ضریب اطمینانی این سازه رو طراحی کنیم، این سازه میتونیم بگیم که میتونه این زلزله رو تحمل کنه. مثلا ما خودمون نیروی زلزله رو فرض کنید افزایش بدیم، مثلا 1.5 برابر میکنیم، این سازه اگر بتونه نیروی اینقدر در واقع زلزله رو تحمل کنه، میتونیم بگیم که در یه زلزله‌ای که با اینقدر پی جی ای هست، اینقدر حد اکثر شتابش هست، میتونه تعامل کنه. که البته من این رو به صورت مقدماتی خدمتون گفتم، چون این شتاب زمین هستش نه شتاب سازه، اینا با هم دیگه فرق میکنن. شتاب سازه ما در زمین، این حرکت زمین، یک شتاب داریم که اون رو با یو دابل دات جی نشون میدیم، شتاب زمین هستش. اون شتابی که در ساز اتفاق میفته رو معمولا با اس ای نشون میدیم، ماکسیمم شتابش رو، که بهش میگیم شتاب طیفی. پس فعلا من فقط همین رو گفتم، گفتم که چرا ما شتاب از شتاب استفاده میکنیم. علتش اینه که شتاب رو خیلی راحت اگر ضرب در جرم سازی کنیم تبدیل به نیروی لرزه‌ای میشه و ما در طراحی هامون میتونیم نیروی لرزه‌ای رو از طریق شتاب زلزله به دست بریم. پس اولا بچه ها بهترین معیار کمی که داریم خود این رکورد هاست، یعنی قشنگ اصطلاحاً تایم هیستوری، تاریخ زمانی شتاب ثبت میشه. ما این رو داشته باشیم، زلزله های مختلف تاریخی رو اگر داشته باشیم، یک ساختمانی طراحی کنیم، این زلزله ها رو اعمال کنیم، در برابر این زلزله اگر اوکی باشه، میتونیم بگیم که از لحاظ تاریخی این سازه اوکی هستش. این واقعا بهترین معیار همین هستش. ولی خب این تحلیلی که گفتیم که این زلزله ها رو اعمال کنیم و این تحلیل تر در واقع تو طراحی به کار ببریم، معمولا پیچیده است، معمولا سخت هستش. به همین خاطر به صورت کاربردهای واقعی از این واقعا از رکورد زلزله خیلی استفاده نمیشه. به جای اونا میان از چی استفاده میکنن؟ از پی جی ای استفاده میکنن، پیک گراند اکسلریشن، که این پیک هم مربوط به شتاب زمینه. ما با شتاب زمین خیلی باز استفاده نمی کنیم، میریم سراغ شتاب سازه، که اون شتاب سازه رو بهش میگیم شتاب طیفی. شتاب طیفی که اون رو با اس ای نشون میدیم، پس ما یک شتاب طیفی هم داریم که اون رو با اس ای نشون میدیم. شتاب طیفی چی هستش؟ شتابی هستش که حداکثر شتابی هستش که داخل سازه اتفاق میفته. محتوای فرکانسی رو داریم، مدت حرکات قوی زلزله رو داریم، که اینها هم یک جورای توصیف، همه اینها از روی همین رکورد زلزله قابل برداشت هستن. یعنی این پی جی ای رو میدین از این در آوردم، شتاب طیفی رو هم از این در آوردم، محتوای فرکانسی رو، فرکانسی کانتنت هم از روی این در میارم. فرکانسی کانتنت چیه؟ فرکانسی کانتنت، محتوای فرکانسی، یه نموداری هستش که از روی این استخراج میشه و نشون میده که در واقع زلزله‌ای که اومده بیشتر در کدوم فرکانس ها مقدارش بیشتر هستش. مثلا ممکنه در حدود فرکانس سازهای کوتاه باشه، اگر زلزله فرکانسش در حدود زلزله کوتاه باشه، در اون ناحیه ساختمان‌های کوتاه بیشتر دچار خسارت میشن، و یا مثلا برعکس، واسه در حدود فرکانس مربوط به ساختمان‌های متوسط و یا بلند هم داریم که به این صورت هستش. به اینا میگن محتوای فرکانسی، که حالا معمولا از در واقع تبدیل فوریه برای
به دست آوردن محتوای فرکانسی استفاده میشه. این محدوده زمان به محدوده فرکانس برده میشه. محتوای زلزله، حرکات قوی زلزله معمولا این قسمتی هستش که حرکات قوی زلزله اعمال میشه که این مدت زمان هم تاثیرگذار یکی از معیار کمی هستش. خب اما در واقع مخربترین زلزله‌ای که در ایران داشتیم اخیراً زلزله کرمانشاه بوده، بعد زلزله بم بوده 6.7 ریشتر بوده که بیشترین خسارات رو در سالهای اخیر داشته. زلزله منجیل رودبار بوده سال 1369 43,000 نفر کشته. زلزله قائن بوده 7.1 ریشتر 1376 بوده و زلزله طمس 7.4 ریشتر. اینا زلزله معروف تو کشور ما هستش که اینا ثبت شده است. خساراتی که در زمین ایجاد میشه، اینجا چند تا اسلاید هستش مربوط به خسارات زلزله است. من اینها رو خیلی توضیح نمیدم، فقط اسماشون رو میارم چون اینا بحثایی هستش که فکر کنم تا حدود زیادی میدونید. خب خساراتی که در حین زلزله اتفاق میفته اینه که به خود زمین دچار در واقع خسارت میشه که باعث خسارت به ساخت و ساز میشه. این خسارت مستقیم هستش. به علت زلزله ممکنه خطوط نفت و گاز و اینا انرژی در کل دچار آسیب بشه، باعث ایجاد آتش سوزی بشه در واقع. و لند اسلیپ ها رو داریم. لند اسلیپ به معنی زمین لغزش هستش. این زمین لغزش ها جاهایی که خاک معمولا نرم باشه استعدادشو داشته باشه ممکنه لند اسلیپ رو داشته باشیم. یک پدیده ای داریم به اسم لیکویفکیشن که در اصطلاح بهش روانگرایی میگن. خیلی پدیده مهمی هستش که حالا بچه های ژئوتکنیک خیلی بیشتر این رو میخونن. این در واقع لیکویفکیشن یک پدیده ای هستش که خاک مقاومت برشی خودش رو از دست میده. معمولا چه موقعی این اتفاق میفته؟ وقتی که در واقع خاک ما از نوع دانه ای باشه و تا حدی اشباع باشه، تا حدی اشباع یعنی سطح آب زیرزمینی بالا باشه. یه جایی که این دوتا خصوصیت داشته باشیم مستعد روانگرایی یعنی لیکویفکیشن هستش. خب البته حتما این نیست، ممکنه شرایط دیگه باشه که خاک مقاومت رو به هر حال در حین زلزله از دست بده، ولی این شرایطی که گفتم خاک دانه‌ای و در واقع بالا بودن سطح آب زیرزمینی، اگر این دوتا پدیده باشن زلزله‌ای که بیاد معمولا بچه‌ها خاک تبدیل مقاومت برشی خودش رو از دست میده. میدونید مقاومت برشی از دست بده یعنی چی؟ یعنی خاک تبدیل به چیزی شبیه سیال میشه، یعنی ساختمون هلوفی میره تو دل زمین. یک همچین پدیده رو بهش میگن لیکویفکیشن که حالا مثالهای مختلفی ازش هست. من اینجا در مورد پدیده لیکویفکیشن توضیحات بیشتری دادم. خاک ماسه‌های کم تراکم و اشباع معمولا در واقع مستعد روانگرایی هستن که اینجا حالا یک توضیحاتی رو دادم. اینا رو مطالعه بفرمایید در مورد لیکویفکیشن. اینجا درجه بندی انواع لیکویفکیشن ها رو دادیم که چه نوع خاک های در واقع پتانسیل روانگراییشون یا همون لیکویفکیشنشون بیشتر هستش. اینجا معیارهای زیر میتونه برای ارزیابی خطر باشه که اینجا یک سری توضیحاتی دادیم. اینها هم اینا رو مطالعه بفرمایید. پدیده فرونشستم که در یک جایی از زمین میتونه به علت روانگرایی اتفاق بیفته رو خدمتون گفتیم. زمین لغزش هم به حرکت توده ای از خاک یا سنگ بر روی شیب ها به سمت پایین دست هستش رو بهش میگیم زمین لغزش، که حالا ممکنه به علت زلزله باشه، ممکنه به علت های دیگه اتفاق بیفته، زلزله طبیعی باشه. این زمین لغزش هم را یک سری توضیحاتی دادیم. اینجا یک نمونه های از زمین لغزش و سنگ ریزش رو ملاحظه می فرمایید. دستگاه های ثبت امواج لرزه ای ما دستگاه لرزه نگار رو داریم، دستگاه شتاب نگاش رو داریم. دستگاه لرزه نگار برای در واقع ثبت تغییر شکل های تغییر شکل ها به کار میره، ولی شتاب نگاش برای ثبت شتاب به کار برده میشه. لرزه نگار رو معمولا تو مطالعات زمین شناسی و یا اینکه در مطالعات خود زلزله، پدیده زلزله
استفاده میشه برای تعیین بزرگای زلزله، استفاده میشه لرزه نگار چون تغییر شکل رو ثبت میکنه، و این شتاب نگارش تو کاربردهای مهندسی استفاده میشه. معمولا دستگاه لرزه نگار یه دونه آونگه که این آونگه مثلا میتونیم بگیم که نمونه های ساده قدیمیش این بوده که یک چیزی شبیه به مدادی چیزی هست در این انتها که وقتی که زمین دچار حرکت میشه این میاد حرکات رو ثبت میکنه، حرکات تغییر شکل های پوست زمین رو ثبت میکنه. ولی خب این دستگاه شتاب نگاش خود شتاب رو ثبت میکنه، کاری با تغییر شکل ها نداره. خب وقتی که زلزله میاد در دل زمین ما دو نوع موج ایجاد میشه که بهشون میگیم امواج حجمی. امواج حجمی دو نوع هستن، یکی امواج اولیه پریمیتیو هستن و دومی امواج سکندری یا امواج ثانویه هست. پس این داخل دل زمینه که بهش میگن امواج حجمی. امواج حجمی امواجی هستن که از محل کانون زلزله، یعنی جایی که زلزله آزاد میشه، داخل دل پوسته زمین پخش میشه. به صورت کلی معروف هستش که اگر زلزله به اندازه 4 ریشتر باشه در کل کره زمین و جا قابل دریافت و در واقع میتونیم بزرگای اون رو ثبت و محاسبه کنیم. به همین خاطر هستش میبینید که زلزله تو ایران اتفاق افتاده، USGS یعنی مؤسسه ژئوفیزیک، مؤسسه در واقع جغرافیای آمریکا میاد بزرگاش رو اعلام میکنه. چرا؟ چون این امواج حجمی در کل دنیا پخش میشن و همه میتونن دریافت کنن. ولی USGS وقتی که زلزله در ایران اتفاق میفته، وقتی که مؤسسه ژئوفیزیک ایران یک چیز دیگه ای رو بیان میکنه، USGS هم میاد اون چیزی که ایران اعلام کرده رو تصحیح میکنه. چرا؟ چون میگه که ایران در واقع دستگاه های شتاب نگاش و لرز نگار نزدیک زلزله داره، بنابراین خطاش کمتره و مقداری که در این منطقه به دست آورده رو به اون اصلاح میکنه. به همین خاطر بچه ها ما بایستی بدونیم که این امواجی که در دل زمین هست خودشون از دو نوع هستن. یکی امواج طولی هستن، امواج طولی که همین امواج نوع پی هستن، که این امواج نوع پی از نوع فشرده شدن و کشیده شدن، فشرده شدن و کشیده شدن هستش. مثلا فرض کنید اینجا ما یک مکعب اینجوری داریم، اینجا یک ضربه بزنیم، این فشردگی به سمت بالا حرکت میکنه، که البته این گفتم که این به تمام جاهات در دل زمین پخش میشه. این فشردگی میاد تا به سطح زمین برسه. این سرعت موج پی، موج اولیه بچه ها، سرعتش خیلی بالاست و از این سرعت موج عرضی بیشتر هستش. یعنی این چیزی که دیدید که تو زلزله ها میگن که حیوانات، پرندگان، اینها ممکنه امواج پی رو احساس کنن، یعنی البته خب دستگاهایی هم هستش مثلا در ژاپن، اینها بچه‌ها اینها نصب شده و به محض اینکه امواج پی میاد این به صورت اتوماتیک به گوشی شهروندای اون منطقه پیام میده که آقا امواج پی رسیده، مثلا یه دقیقه بعد مثلا امواج اس میرسن یا 20 ثانیه بعد امواج اس میرسن. و زلزله وقتی که امواج اس برسن شروع میشه، نه امواج پی. امواج پی وقتی که میرسه معمولا انسان اینها رو متوجه نمیشه، ولی معمولا حیوانات اینها رو متوجه میشن. البته یه نکته‌ای هم هست، اینه که معمولا در روزهای قبل از زلزله، چون وقتی که دو تا گسل در نزدیکی رابچر، در نزدیکی شکستگی اتفاق میفته، این در واقع رو همدیگه داره ساییده میشه که در یه لحظه شکسته بشه و زلزله اتفاق میفته. در لحظاتی قبل، ممکنه در چند روز قبل از زلزله، در چند هفته، حتی ممکن چند ماه، این دوتا در واقع سطحی که در محل گسل اینا دارن به همدیگه فشار میارن، اینا ممکنه خیلی از حیوانات اینها رو حس کنه. ممکنه چند ساعت قبل
اینا رو حس کنن. این اصلا بچا جزء یکی از تحقیقات هستش که در واقع پیشبینی خطر از طریق حیوانات، از طریق نمیدونم نشانه ها و اینها، که اینها به علت اینه که این وقتی که صفحات به هم دیگه فشار میارن، در واقع یک سری امواج هم مکانیکی و هم رادیویی و هم الکترومغناطیس ساطع میشه که این امواج رو مثلا ممکنه بعضی از حیوانات درک کنن و اینها باعث ناآرامی اینها میشه. مثلا میگن در یک زلزله که در سیلاخور اتفاق افتاد، میگن که یک همچین اتفاقی افتاده، فرماندار اون شهر، فرماندار سیلاخور، بچه ها همین سیلاخور خودمون، یک همچین تجربه ای رو داشته. و من از این یکی از دوستانی رو تعریف کردم، اصلا نمیدونم کدوم زلزله و کی بوده، و باعث شده که و دیده که چند ساعت قبل حیوانات خیلی دچار تشویش شدن. این خودش یک مهندس عمران بوده، یه همچین چیزی شنیده بوده و گفته که این حد زده که این زلزله میخواد بیاد و با خارج کردن مردم از شهر باعث شده که خیلی خسارات و تلفات کمتر بشه. حالا من یه نقل به قولی کردم از یکی از دوستان، من واقعا نمیدونم کی بوده و چجوری بوده این داستان. در هر صورت به هر حال این امواج حجمی داخل دل زمین هستن، وقتی که اینها به سطح زمین برسن تبدیل به امواج سطحی میشن. امواج سطحی در سطح زمین این چیزی هستش که ما در سطح زمین حس میکنیم. این امواج سطحی اونایی که در به صورت افقی دچار حرکت میشن رو بهش میگن امواج لاو، اونایی که بالا پایین میشه رو بهش میگن امواج رایلی. پس ما امواج لاو رو داریم و امواج رایلی رو داریم. این امواج بد نیست بدونید بچه ها، اینها مثل همون اسلاید اول دیدی که سنگی رو میندازیم تو آب و این امواج به صورت دایره پخش میشه، امواج زلزله هم همین جوری هستن. ولی چون ما سیال نیست اینجا و سطح ما یک سطح جامد هسته، چون تو سیال ما انتقال برش نداریم، ولی اینجا انتقال برش داریم. فقط بالا پایین کردن نیست، تو آب بالا پایین کردن هست، ولی تو سطح زمین به علت اینکه برش هم میتونه تحمل کنه، چپ و راست هم میتونه بگه، چپ راست جلو عقب در به صورت یک حرکت رندومی ایجاد میشه، چون خود انرژی که آزاد میشه و خود حرکتی که انجام میشه در حین زلزله خودش به صورت رندوم هستش، این حرکات هم رندوم خواهد بود، یعنی هم به سمت جلو، هم عقب، هم بالا، هم پایین. اونایی که به صورت در سطح زمین به صورت چپ راست یا جلو عقب هستن رو کلن بهش میگن امواج لاو، و اونایی که بالا پایین هستن رو بهش میگن امواج رایلی، که امواج رایلی به صورت یک امواج سینوسی بالا پایین میکنه و میره جلو. یعنی این عین دیدید یه شلاقی رو شما وقتی که با دست میگیرید میکشید، یه موج سینوسی در طی اون حرکت میکنه، اینم به همین صورت هستش، یه سری موج‌ها با هم دیگه در واقع حرکت میکنه. البته این امواج حجمی وقتی که به سطح زمین میاد، هر نقطه از زمین خودش ارتعاش میکنه و این ارتعاشات رو هم دیگه برآیند میشه و در نهایت یک حرکت نامنظم بسیار رندومی حاصل خواهد شد که اینجوری نیست که منظم باشه، و بلکه زلزله وقتی که میاد ترکیبی از هزاران هزار موج هستش که در نهایت یک حرکت رندوم و در واقع غیر سینوسی یا غیر هماهنگی به این صورت ایجاد خواهد کرد. نکته ای که هست اینه که بچه ها، این امواج لاو باعث بیشترین خسارات در سطح زمین میشه. یعنی حرکاتی که به صورت افقی که ایجاد میشه، این باعث در واقع خسارات خواهد شد. خب ما اگر سه تا ایستگاه لرزنگار در سطح زمین داشته باشیم، با استفاده از سه تا ایستگاه میتونیم محل تقریبی زلزله رو بسنجیم. چرا؟ چون حدوداً سرعت امواج پی و امواج اس رو ما میتونیم اندازه بگیریم. سرعت امواج پی وی پی مساوی با ای در یک منهای نو رو در یک به اضافه نو در یک منهای دو نو، که این ای نو ای ضریب الاستیسیت، نو ضریب پواسون و رو چگالی مواد زمین هستش. خب البته زمین لایه مختلف خاک
میتونه مقادیر مختلفی داشته باشه و این وی پی در لایه مختلف میتونه متفاوت باشه. این وی پی و یه وی اس رو داریم و یه وی اس رو داریم. این وی اس سرعت امواج ثانویه است. این امواج ثانویه مقدار سرعتش کمتر هستش، در یک خاک با یه جنس ثابت به این سرعت حساب میشه. ما اگر در دستگاه لرزه‌نگار بعد از زلزله، چون وقتی که زلزله میاد بعد از زلزله میان محل کانون رو تشخیص میدن، وقتی که امواج پی میرسن، لحظه ای که پی میرسه امواج پی ارتعاشش کمه، ولی به محض اینکه امواج اس میرسه حرکات زیاد میشه، حرکات زیاد میشه. این فاصله ما بین، در واقع فاصله زمانی ما بین موج پی و موج اس رو به صورت تی اسمن های تی پی میتونن از لرز نگار در بیارن، و وقتی که این رو در بیارن، تی اسمن های تی پی رو در بیارن، وی اس و وی پی سرعت ها رو هم حساب کنن، تی اس تی پی رو که ایستگاه یک ثبت میکنه میشه دی یک، میشه این فاصله دی یکی که از محل وقوع زلزله است، و دی دو میشه چی؟ فاصله ای که ایستگاه دو از محل زلزله داره، و دی سه فاصله سومی که از محل وقوع زلزله است. یعنی اولی این کره فاصلهش میشه کلن این کره زرد رنگ، یعنی در یک فاصله در این کره زلزله اتفاق افتاده. دومی این در واقع آبی کم رنگ هستش، این ور آبی پر رنگ هستش، اینجا در یک فاصله این قسمت اتفاق افتاده، و سومی در این فاصله شعاع اتفاق افتاده که در محل برخورد اینها در دل زمین میشه چی بچه‌ها؟ میشه محل وقوع زلزله. محل وقوع زلزله محل برخورد سه تا کره است که از سه تا ایستگاه ما در واقع این تی اس و تی پی رو استخراج کردیم، که این دیگه ساده ترین حالت ممکن استش. ما معمولا خاک اون یه جنس نیست، سرعت ممکنه متفاوت باشه و یه سری پیچیدگی ها داره. یعنی ممکنه اینجا وقتی که ایستگاه در واقع اصلا محل وقوع زلزله ممکنه یه نقطه نباشه، ممکنه یه سطح باشه، ممکنه یک در واقع خط باشه، یه سطح باشه، یه منطقه باشه، یعنی خود محل وقوع زلزله هم بچه ها این نیست که صرفا یه نقطه باشه. این محل رابچری که در واقع گسلی که دوچار شکست میشه ممکنه طولش خیلی زیاد باشه، ممکنه در یه زلزله طول اون رابچر، یعنی شکست رابچر، یعنی شکستگی سنگ ها، این رابچری که در گسل دخیل هست بعضی وقتا ممکنه تا 100 کیلومتر در یک زلزله بزرگ در واقع دخیل باشه. یه جورایی دیگه این خیلی کار برده نمیشه، ولی این دیگه ساده ترین حالت ممکن هستش که ما با استفاده از سه تا ایستگاه، اگر تی اس و تی پی سه تا ایستگاه رو داشته باشیم، سرعت موج پی و موج اس رو هم داشته باشیم، میتونیم محل وقوع زلزله رو به دست بیاریم. خب بچه ها، اینجا این بحث ما تموم شد.